به شما عزیزانم که منتظر پخش برنامه مستقیم هستید، سلام های گرم و صمیمانه من و همکارانم در اتاق فرمان و بخش فنی تلویزیون کانال جدید به شما. به برنامه پخش مستقیم خیلی خوش اومدید. برنامه امشب همینطور که از تصویر پشت سر من و تیتری که در پایین صفحه میبینید، اتحاد مردم علیه جمهوری اسلامی، اتحاد همه مردم علیه جمهوری اسلامی. طی چند روز گذشته از شب 22 بهمن ماه تا امشب، در این چند روز مبارزات وسیعی علیه جمهوری اسلامی، اقداماتی که جمهوری اسلامی توسط کاربدستانش در صدا و سیما و در نمایش فیلمی به نام سرزمین کهن انجام داده بود، پاسخ دندان شکنی گرفت. شاید همه تصویری که جمهوری اسلامی تلاش میکنه اینه که بگه ماجرا مربوط به یه فیلم بود، یه کارگردان و یا یه تهیه کننده شناخته شده ای که خودش از دانشجویان پیروان خط امام و غیره بود. حالا تو این برنامه بیشتر راجع به خیلی جزئیات صحبت میکنیم. گویا یه جایی لغزشی داشته. اینجوری نیست. مردم به سرعت با تیزهوشی و با درایت فهمیدند موضوع چیه. توهین به مردم، بخش وسیعی از مردم خوزستان و اصفهان در مناطق وسیعی که بختیاری های ایران سکنا گزیدند، در شهرها و روستاها و بخش های مختلفی که سکنا گزیدند، حمله جمهوری اسلامی اتفاقا حمله حساب شده است. فکر کرده بودن که باید چی بگن، منتها منتظر چنین واکنشی نبودن، غافلگیر شدن. در جاهایی نوشته شده حتی که جمهوری اسلامی اصلا این تظاهرات ها کار خودشه، به اینها هم میرسیم. جمهوری اسلامی چند سال پیش موضوعی رو در روزنامه دولتی، روزنامه ایران نوشت، علیه مردم ترک. تبریز و ده ها شهر به قیام برخواستند، اعتراض وسیعی صورت گرفت. کار جمهوری اسلامی تفرقه انداختن بین مردم، تفرقه انداختن بین مذاهب، تفرقه انداختن بین آحاد مردم ایران بوده، خواهد بود و تا روزی که این حکومت منحوس سر کار هست همین خواهد بود. کار جمهوری اسلامی همینه. اما خوزستان منطقه مهمیه، منطقه زرخیز با مردمی فقیر. مسجد سلیمان، دسفول، به این شهرها نگاه کنید. در کنار کوه عظیمی از ثروت، مردم توی مسجد سلیمان آب خوردن ندارن. هوای آلوده در خوزستان به مرز جنون کشونده مردم رو. حتی نفس نمیشه کشید، هوایی برای تنفس وجود نداره. فقر از زمین و زمان میباره. بی توجهی نه، بی اعتنایی، مطلق فراموش کردن مردمی که در زرخیزترین مناطق ایران دارن زندگی میکنن و بعد تهیه فیلمی که اتفاقا دوره تاریخی معینی از مبارزات مردم که اتفاقا مردم بختیاری نقش تعیین کننده‌ای در اون دوران داشتند و برگ زرینی از مبارزات مردم و تاریخ مبارزات مردم ایران هست رو درست همون جا و در همون بزنگاه که تأثیر وسیع مبارزات مردم بختیاری در تاریخ ایران تأثیر گذاشت، این فیلم درست همون نقطه رو نشونه میگیره. برای اینکه بعدن بگه صفات و خصوصیات اسلامی چه میکرد، زهی خیال باطل. در این چند روز مردم اتحادی رو از خودشون نشون دادن که فقط به بختیاری ها به عنوان کسانی که این بار مورد بی‌حرمتی و توهین جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند فقط مربوط نمی‌شد. این کار همه ما مردم ایرانه. جرقه ای که جمهوری اسلامی از دستش در رفت، منتظرش نبود و در این چند روزه در چندین شهر با وسعت وسیع اعتراضات
صورت گرفت. در لالی، ایزه، لردگان، سامون، درود، چهارمحال بختیاری، کهگیلی و بوی رحمت، مسجد سلیمان، اهواز، دسفول، اندیمشک، در همه این مناطق، مناطقی از لرستان، خوزستان، وسعتی که مردم بختیاری سکنا گزیدند، در مناطقی از اصفهان تظاهرات‌های وسیعی صورت گرفت. مردم ایستادند در مقابل هتک حرمتی که جمهوری اسلامی شروع کرده بود و اتفاقا حق جمهوری اسلامی رو کف دستش گذاشتند. اما موضوع این برنامه از این وسیع‌تره. موضوع به معنای واقعی برای مردم ایران از این وسیع‌تره. جمهوری اسلامی به زندگی مردم هجوم برد، به آزادی مردم هجوم برد و جوابش رو مردم دارن میدن. اتحاد وسیع‌تری در مقابل جمهوری اسلامی باید شکل بگیره و در شکل میگیره. مردم دسفول اندیمشک، مردم اهواز در شب 22 بهمن به خیابون‌ها ریختند. همون شبی که جمهوری اسلامی، شب همون روزی که جمهوری اسلامی ادعا میکرد که در تظاهرات های میلیونی به نام مردم ایران در حال تظاهرات بود، همون شب مردم بختیاری در اهواز بیرون ریختند. تظاهرات واقعی اونجاست، اون تظاهراتی که جمهوری اسلامی تدارک میبینه، ماشین ماشین آدم میاره، مردم کرایه ای، جمعیت کرایه ای، بسیج، نیرو انتظامی خود، اونا رو مردم میشناسن. موضوع این برنامه هم نیست، کسی هم به این موضوع علاقه مند نیست. جمهوری اسلامی میاد عکس و تصویری درست میکنه که در تاریخ کثیف خودش بایگانی کنه و همین و همین. در رابطه با موضوع امشب، قبل از اینکه شما عزیزانم روی خط بیایید، میخوام با یکی از کارشناسان این منطقه صحبت کنم، کسی که اطلاعات کافی و وسیع در رابطه با مردم بختیاری در اهواز، در اصفهان، در دسفول، در اندیمشک، در خوزستان و اصفهان داره. با مرتضی فاتح صحبت خواهیم کرد. امیدوارم مرتضی فاتح به ما وصل شده باشه. اتاق فرمان میگن که در حال تماس هستن با مرتضی و به احتمال زیاد ایشون رو روی خط خواهیم داشت. سلام میگم به شما مرتضی فاتح، به برنامه پخش مستقیم خوش اومدید. با سلام به شما و بینندگان عزیز شما. ممنونم ازت. به مرتضی فاتح، قسمتی از ماجرای توهین به مردم بختیاری رو در شهرهای مختلف من توی برنامه اشاره کردم، اما اگه موافق باشی از همون اول این حرکت جمهوری اسلامی شروع کنیم. چطور این ماجرا شکل گرفت و چه اتفاقاتی افتاد و بعداً برمیگردیم به سوالات دیگه. بفرمایید. بسیار خب، اصل ماجرا مربوط میشه به یه سریال تلویزیونی که الان پخشش متوقف شده. یه سریال هست به اسم سرزمین کهن که آقای کمال تبریزی کارگردانش هستن. آقای کمال تبریزی قبلا اگه خاطرتون باشه، بیننده‌های حتما یادش نیست، سه فیلمای دیگه درست کرده که مسئله دار بوده، منتها برای مردم. ایشون خب از دانشجویان خط امام قدیمی هستن و دستشون بازه توی عرصه هنر، به اصطلاح هر کاری دوست دارن میتونن بکنن. از جمله یک سریال تاریخی به اصطلاح ساختن، البته تاریخ به روایت حکومت اسلامی، نه تاریخ واقعی جامعه ایران، که توی بخشی از این، توی برهه‌ای از تاریخ رو که همون سالای مثلا 1327 اون دوره در یه دو تا خانواده رو نشون میدن که با هم یه درگیریای دارن. از جمله یکی از این خانواده‌های خانواده بختیاریه که فقط از قضا برخلاف گفته آقای تبریزی که توی بیانیه‌اش، این خانواده فقط فامیلش بختیاری نیست، چون وقتی یه خونه رو نشون میده عکس سردار اسد بختیاری اونجاست، کلی گرا میده به اصطلاح که این خانواده سمبل ایل بختیاری. توی این سریال به ایل بختیاری به عنوان جیرخار انگلیس و نمیدونم پوسیده و از اینجور چیزا توهین میشه.
بعد از پخش این قسمت سوم چهارم که این اتفاقات توش افتاد، توی شهرهای مختلف خب ابتدا جوان ها و کسایی که بسا توی مردم بختیاری بودن شروع به اعتراض کردن توی فضای مجازی و توی بسا اون چیزای داخلی خود شهرهای خوزستان و اصفهان چهارمحال بختیاری. بعد کم کم این روز 22 بهمن تبدیل شد به حرکتی از جانب مردم ایل بختیاری توی شهرهای مختلف و از جمله توی اهواز. بعد از ظهر، بعد از اون راهپیمایی که رسمی و حکومتی 22 بهمن، یه سری جوان ها شعار دادن علیه رادیو تلویزیون، بنرها رو چیز رو سوزندن و روز رو سوزندن و خیلی شلوغ شد و البته خب درگیری آنچنانی با نیروی انتظامی پیدا. بعد از این گسترش پیدا کرد توی اصفهان، توی شهرهای دیگه، توی علی گودرز، حتی توی لالی، مسجد سلیمان که شما ذکر کردین، اینا رو این تظاهرات ادامه پیدا کرد. خب حالا نکته‌ای که من میخوام اینجا راجبش صحبت بکنیم اینه که این اتفاق در توهین به مردم بختیاری اتفاق افتاد، اما در شهرهای لرستان هم مردم به خیابون‌ها اومدن و کلن یه همبستگی مردمی وسیعی علیه این موضوع اتفاق افتاد. در این رابطه هم میخواستم نظرتو بدونم. ببینید، اگر بخوایم از منظر چیزی که الان دارن میگن مسئله قومی بررسی بکنیم، خب قوم به قول معروف ایل بختیاری بخشی از لورا هستن و لورستان هم میگن لورا. حالا بگذارید که اینا کاملا متفاوته، ایل بختیاری از مثلا لورستان دو تاریخا جدا هستن، ولی کاری به این موضوع نداره. ولی اصل قضیه اینه که یه فضای اعتراضی، یه اعتراضات متراکم شده توی جامعه است که روز به روز آستانه تحمل جامعه رو کمتر میکنه. در مقابل کوچکترین مسئله عکس العمل نشون میدن. مثلا اگر خاطرتون باشه مسئله کارون، خب یه بی مسئله توده‌گیر توی خوزستان تبدیل شد، مسئله که به ظاهر توی هیچ کجای دنیا به این وسعت در مورد یه رودخونه اتفاقی به این وسعت نمیفته که چندین مثلا گرده همایی بسیار بزرگ 10,000-15,000 نفر شکل بگیره در اعتراض به مسئله آب، یه مسئله محیط زیستی در حال. این اعتراضات اخیرا به نظر من توی از این منظر باید بهش نگاه کرد که مجموعه اختناق، مجموعه سرکوبا، مجموعه بیحقوقی که مردم دارن، خصوصا من تاکید میکنم خصوصا توی خوزستان، منجر میشه با کوچکترین تنشی، با کوچکترین احساسی که انفجاری که به مردم دست بده به هر مسئله که پیش میاد اعتراض. خب به طور طبیعی خب کسی حق نداره به یه قومیت، به یه ایل، به یه به هر کس چیزی بسا یه مجموعه انسانی توهین بکنه، حالا به شخصیت حقوقش، به شخصیت حقیقش، به تاریخش برش. ولی خود این مسئله بلافاصله تبدیل میشه به یه مسئله توده‌ای. یعنی ببینید، از گفتم از اصفهان تا خوزستان تا لرستان این اعتراضات صورت گرفته. این نشون میده که اصل قضیه جدای از مسئله توهین توی یک سریال تلویزیونی به یه واقعیات خیلی عمیق‌تر اجتماعی توی کل ایران و خصوصا توی منطقه خوزستان اشاره دارن. خب حالا اتفاقا نکته‌ای که من میخواستم داریم بهش میرسیم، به عنوان آخرین سوال میگم، بخش وسیعی از مردم در خوزستان کارگران صنایع مختلف، صنعت نفت و غیره هستند و اتفاقا فقر عظیمی در این منطقه است. مردم، برای مثال میگم، مسجد سلیمان آب خوردن ندارن، هوا برای نفس کشیدن وجود نداره. اینجا یه اتفاق دیگه‌ای هم داره میفته و اون زندگی که خود شما اشاره کردین، زندگی میلیون‌ها مردمیه که زیر خط فقر زندگی میکنن. و دوست داشتم به عنوان آخرین سوال نکته آخرتو هم در این رابطه بدونم، بشنوم. ببینید، من میگم به طور مشخص من یه تأکیدی میکنم روی خوزستان، نه به دلیل اینکه خودم خوزستانی ام یا اینکه جایگاه و به اصطلاح اون علاقه شخصیم باشه. ببینید، خوزستان در حقیقت قلک کشور ایرانه. وقتی میخوان برنامه بودجه رو ببندن، بودجه سالانه رو ببندن توی کل ایران، نه فقط توی تهران، منبع درآمد اون بودجه اصلش توی خوزستانه. یعنی شما اگر نگاه بکنید 90% طرحهای عمرانی از درآمد نفت و گازی توی کل ایران اجرا میشه که به طور مشخص از خوزستان استخراج میشه.
و مردم خوزستان اینو میدونن و مردم استان چهار مال بختیاری که عموما توی اون منطقه خوزستان مشغول به کارهای رفتم داره اینو میدونن. این یه فشار مضاعفی میاره به مردم ایران. الان خوزستان من جای دیگه هم گفتم توی اصطلاح تقسیم بندی های فقر و بیکاری و اعتیاد و آلودگی و همه اینا که نگاه میکنید خوزستان بعد از سیستان بلوچستان خوزستان توی ایران، این آزاردهنده تر از هر مسئله دیگه برای مردم خوزستان. به این خاطر همونجوری که گفتین هوا برای نفس کشیدن ندارن مردم، آب برای خوردن. به همین دلیل اعتراضات مداوم فلحال در جریان به هر شکلی. ولی مسئله این که مسئله جنبش کارگری، جنبش کارگری تو خوزستان یکی از فعالترین مناطق از کارگران ماهشهر، کارگران آبادان، اهواز، نیبورای شوشتر، هفت تپه و هر منطقه رو نگاه بکنید جنبش‌های خیلی قوی هستن و فلحال در جریان، هنوز هم در جریان. و این به نظر من خصوصا، من یه تأکید کنم، بخش عمده‌ای از نیروی کار توی منطقه خوزستان متعلق به مردم بختیاریه و این میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه توی ادامه و روند این اعتراضات، تبدیل شدنش به اعتراض جمعی برای یک خواستای خیلی فراتر از اون توهین و اینجور چیزا. ممنونم مرتضی فاتح از نکاتی که گفتی. امیدوارم باز هم فرصت بشه و تو برنامه‌های پخش مستقیمی دیگه بتونیم با تو صحبت بکنیم. سپاسگزارم که با این برنامه در تماس بودی. منم از شما متشکرم که این فرصت رو به من دادید. صحبت های مرتضی فاتح رو شنیدیم. نکاتی رو که گفت باز هم در طی برنامه ادامه خواهیم داد. تلفن های ما برای تماس باز هست، با این برنامه تماس بگیرید. جزئیات مبارزاتی رو که شما مردم در شهرهای مختلف اهواز، دسفول، اندیمشک، مسجد سلیمان، لالی، لردگان، سام، در هر جا که بودید روی خط بیایید و امشب رو به شب مبارزاتی خودتون در این شهرها تبدیل کنید. شب بخیر میگم. به برنامه پخش مستقیم خوش اومدید. الو، سلام. قربان. سلام از من هست، بفرمید. خب وقتی این برنامه جمهوری اسلامی ضرب شست سنگینی از مردم در شهرهای مختلف خوزستان. شب بخیر، بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام از من هست، بفرمایید. مشکل ما، مشکل ملت ما اینه که مردم دست به دست هم نمیدن. واقعا این نظام جمهوری اسلامی دیگه گندشو در آورده. از یک طرف سبد کاله و از یک طرف دورانه ها. ما نمیدونیم مثلا این نظام رو توصیف کنیم. از خوبی واقعا خیلی خوبه این نظام جمهوری اسلامی. مردم اتحادشون رو در این همه شهر نشون دادن. چطور مردم با چه کار کنن؟ در چند شهر مردم خیابونها رو به تسخیر خودشون در آوردن. از نیروی انتظامی جرأت جیک زدن نداشت، چون میدونستن اشاره کنن به این مردم منفجر شده. این مردم مثل انبار باروت بودن توی خیابونها و جمهوری اسلامی فهمیده بود، به یه معنا، به دقیق کلمه، ماستا رو کیسه کرده بود. فهمیده بود نمیشه، یکی دوتا شهر نبود، درست در آستانه روزهایی که به خودش به اون یوم الله میگفت و آستانه روزهای سالگرد جمهوری اسلامی و غیره، وقتی که داشت تظاهراتای خیابانی خودش رو به رخ مردم انقلاب کرده میکشید، مردم از خونهاشون زدن بیرون. جمهوری اسلامی رفته فیلمی رو نشون داده که مستقیما به مردمی توهین میکنه، به تاریخ معینی از مبارزات همین مردم توهین میکنه که بخش زرینی از انقلاب مردم ایران در طی قرن معاصر، بخش بزرگی از این تاریخ رو این مردم نوشتن. مبارزات این مردم علیه قوای انگلیس و اتفاقا این میره به همون جا میزنه و همون رو میخواد از محتوا خالی کنه. و واکنش مردم واقعیه، واکنش مردم واقعیه، ولی نفس خود این مسئله و اینکه این همه انسان دست به اعتراض میذارن فقط میتونه شروعش
فیلم سرزمین کهن باشه. بقیهش فقر و فلاکتیه که روی دست مردم گذاشتن، بی حقوقی غیر قابل وصفیه که مردم با اون دوچارن، مردمی که بیرون میزنن به بفرمایید. شب بخیر. الو آقای باری. بفرمایید. خسته نباشید. شما هم همینطور. بفرمایید نظرتون چیه؟ ببخشید در ارتباط با موضوع خواستم صحبت بکنم، اگر موافقت بفرمایید خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم، میکروفون مال شماست، بفرمایید. خدمت شما عرض شود، قبل از اینکه انقلاب بشه سال 57، حالا رهبری خمینی که واقعا قابل قبولم برای هیچ کسی نیست امروز و اون زمانم نبود، ولی اون موقع تمامش این روحانیت و آخوندها زرنگی میکردن، از وحدت کلمه حرف میزدن. ملت تو کامل بسیج شد و انقلاب بوجود آمد. اینا آمدن به خاطری که استبداد اتحاده کنن، نظام سرمایه‌داری اتحاده کنن، یکی یکی قومای شکستن، ملتهای شکستن، خدمت شما از شواد مذاهب شکستن، همه واقعا به یه شکلی دوردن که بتانن بر تک به تک اینا کاملا مسلط بشن و کاملا سرکوب بکنن. و در گذشت 35 سالم که مشخصه اعدام ها، کشت و کشتار، بگیر و ببند، خیلی از مسائلی که واقعا انسان شرم میگیره که واقعا اینا پیش آید. امروزم روزی شده که مردم باید این انسجام خودشان رو بکنن، وحدت خودشان رو بکنن، در قبال خواسته ای که دارن، خواسته های جزئی فرعی اطرافشان، بیکاری یعنی میدانم فرض بکن مشکل مثلا این دریاچه ها داریم، مشکلات خیلی عدیده، اینه هم جزو شعاراش هم بیارن، با هم منسجم بشن، فرق نمکنن کرد، لور، ترک، ما ملت باید امروز هر کس از هر جای کوچکترین صدایی زد، باید در همه جا ما با هم منسجم متحد و واقعا پشتن باشیم، همه نشکنیم. این خودش باعث میشه که نظام یواش یواش عقب نشی میکنه، ضعیف شه و ملت دقیقه به دقیقه هر روز قدرتش بیشتر بشه و این سیر مبارزاتی وقتی بالا بره خیلی سریعتر میتونن به نتیجه برسن. اون موقع دیگه ملت مظلوم تو سری خوری نیست، دولت میترسه اگه بخواد به یک جنایی، به یک گروهی، به یک قومی، به هر کس بخواد کوچکترین ظلمی بکنه، همه با هم هستن و اینجاست که ما میتونیم تمام خواسته هامون واقعا اون موقع ابراز بکنیم. توی پشت ما قوی تره، محکم تر هستیم و تو جهان هم وجه قوی تری پیدا میکنیم. من اگر صحبتی نیست دیگه مزاحم نمیشم. ممنونم، سپاسگزارم، خیلی نکات خوبی گفتید. امیدوارم منم فرصت کنم به اندازه شما بتونم صحبت کنم تو این برنامه و به جزئیاتی که گفتید نقطه تاکید بذارم. یکی از نکات بسیار با اهمیتی که شما گفتید و من میخوام روش تاکید بذارم اینه که این مبارزه مربوط به همه ما مردم در ایرانه. شب بخیر، بفرمایید. الو، سلام. سلام به شما، بفرمایید. الان درباره این موضوع در لحظه تاریخی معینی مردم ایران پاسخ جمهوری اسلامی رو دادن. جمهوری اسلامی مات و متحیر موند، نتونست از نیروی انتظامیش کاری بخواد به خاطر اینکه جرأت این کار رو نداشت. مردمی اومده بودن از شعار معینی حرکت کرده بودن، ولی دقیقا این همین حرفی که این دوست عزیز ما روی خط زد، مردم بیکارند، مردم فقیرند، مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. مردمی در تظاهرات ها شرکت کردند که کارگران مؤسسات بزرگ صنعتی ایرانند، در خوزستان، در دسفول، در اندیمشک، در مسجد سلیمان و ده ها شهر دیگه. شب بخیر، بفرمید. شب بخیر جناب آقای. بفرمید، نظر شما چیه؟ نظر من اینه که اونی که ما سه‌شنبه 22 صداتون قطع شد متاسفانه، اگه محبت کنید مجددا تماس بگیرید. شب 22 بهمن وقتی که جمهوری اسلامی داشت نعره میزد. شب بخیر، بفرمید. لطفا صدای تلویزیونتون رو کم کنین، از وقتتون استفاده کنید، بفرمید صحبت کنید. الو، بفرمید. الو،
دوست عزیزم از وقتتون استفاده کنید تا صداتون قطع نشده صحبت کنید. یکی از نکاتی که تقاضای من اینه در این برنامه رعایت کنید اینه که وقتی روی خط اومدید نه الو الو کنید نه احوال پرسی کنید. دوستان زیادی پشت خط هستن، منم حالم خوبه، شما هم حتما حالتون خوبه و راجب موضوع صحبت کنید، وگرنه واقعا صداتون قطع میشه و به خاطر اینکه تعداد قابل ملاحظه پشت خطن و به خاطر همین وقفه ها کارتشون میسوزه قطع میشه، میدونید مشکلات کم نیست. تعداد قابل ملاحظه ای از مردمه که خیابون ها رو در شهرهای اهواز، دسفول، اندیمشک، ایزه، لردگان، اهواز به تصرف در آوردن، کارگران بیکار، کارگرانی که دستمزدهای معوقه دارن، مردمی هستند که به زیر خط فقر روندنشون و امروز دارن بهشون توهین هم میکنن. دستمزد 5 برابر زیر خط فقرشون هم نمیتونن بگیرن. این مردم مردمی هستند که تاریخ مبارزات کارگری طبقه کارگر در خوزستان در جنوب ایران رو دارن مینویسن، با خون خودشون مینویسن، با مبارزاتشون مینویسن. اینا این مردمن، مردم ماهشهرن، مردم پتروشیمیهان، مردم مبارزه رو در رو بین مزد و کار با جمهوری اسلامی هن. بخش وسیعی از این مردم. شب بخیر، بفرمایید. الو. شب بخیر، بفرمایید، صداتون روی خط هست. جهاد اهالی، نظر من اینه که اون چی که ما دیدیم شنبه 22 من اتحاد مردم بر طرفداری جمهوری اسلامی بر علیه دشمنان جمهوری اسلامی. شما اگه جرأت دارین تصاویرشو نشون بدین مردم خودشون تصمیم میگیرن. شما حتی جرأت ندارین یک تصویر از اون تظاهرات 22 من میلیونی مردم پخش کنین. از چی میترسین؟ از واقعیت میترسین؟ 35 ساله داره میگی مردم نمیان قبلش، بعدش هم میگی اونایی که اومدن موضوع بودن، حتی جرئت نکردین یک تصویر پخش کنین. برای مردم شعور قائل بشین، تصاویر پخش کنین، بگین به نظر شما اشتباه یا حالا غلط هر چی نظر شما، ولی تصاویر جرئت داشته باشین پخش کنین. آی رسانه هست، این وظیفه رسانه‌ای کنین که اخبار اونطور که هست نشان بدین. شما تصاویر رو پخش کن اگر جرئت دارین، اگر کانال جدی نمیترسه، بعد بگین آقا همه اینها موضوع. شما 35 سال در خلاف میل شما مردم میان، هیچ کارش هم نمیشه که هرچی هم شما قبلش داد میزنید که آقا مردم نیان، بعدش هم میگید به مردم فحاشی میکنید، ولی مردم میان. جرأت داشته باشید یه تصویر از تصاویر حضور مردم تو 22 بهمن نشون بدید، بعد مردم تصمیم میگیرن. خب شما تا آخر که صحبتتو کردی گفتی جرأت داشته باش، منم به تو میگم عینک تو بردار، تصویری که پشت سر من هست و نگاه کن، بعد من برات فیلم تظاهرات مردمم نشون میدم. اون تظاهرات واقعی مردمه. کسی این مردم رو نمیره بیاره به خیابون، کسی دستور نمیده به اینا. اینا مردم معترضی هن که علیه شما و حکومت شما به خیابون میان. این تصاویر مربوط به فردای 22 بهمن و شب 22 بهمنه. فیلمش هم براتون نشون میدم. بفرمایید، شبتون بخیر. سلام آقای باری. سلام به شما، بفرمایید نظر شما چیه؟ آقای باری، این تظاهرات به شما یعنی به تمام کسانی ثابت کرد که ملت ایران جهان ملت نیستن، جهان وطن هم نیستن، امتی هم نیستن، کارگر ایرانی ملت ایران قبول دارن. این شعاران که دادن که شما داری پخش میکنید به شما باید ثابت شده باشه که ملت ایران فقط فکر ملت ایران و فکر کشور ایران. خواهش میکنم، ولی حالا شما ادامه این تصاویر و ادامه مبارزات مردم رو ببینید، ببینید که وقتی میگیم کارگران ایران، مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به میدون میاد، منتها شما میخواهید از مبارزات مردم ایران ایرانی بودن بیرون بکشید و بگی اینا همه ایرانی هن. اتفاقا خلاف نظر شما، این داره چی رو نشون میده؟ این نشون میده که همبستگی مردم و آن چیزی که جمهوری اسلامی دائما داره پمپاژ میکنه، شبیه شما هم اتفاقا حرف میزنه، پمپاژ میکنه، بگه کرد، مور، عرب، فارس دائما مشغول این کاره. اتفاقا اینها اومدن و این صفو شکوندن. بفرمایید، شبتون بخیر. الو، خسته نباشید. بفرمایید.
صحبت کنید، صداتون روی خط. آقا ما زمان رنگون بخته میخوایم حرف بزنیم. خب من واقعا تلویزیون بزنیم خدا. شما باید تلویزیونتون رو ببندید، از تلفن صحبت کنید، بفرمایید نظرتون رو بگید، بفرمایید صحبت کنید. الو، صدای شما رو خسته نباشید. ممنونم، شما هم همینطور. بفرم دوست عزیزم، میخواید صحبت کنید یا نه؟ خسته نباشید آقا. بفرمایید، شما هم همینطور. آقا ما در مورد اون بحثایی میخواییم حرف بزنیم. بفرمایید. از مکسر ما هم زنیم. خیلی خوش اومدید، بفرمایید صحبت کنید. بله، صداتون قطع شد، از مسجد سلیمان زنگ میزدید، تلویزیونتون رو خواهش میکنم ببندید. و وقتی روی اتاق فرمان به شما میگه روی خطید، دیگه یعنی روی خطید، صدا رو نباید، شما که نباید صدای خودت رو از تلویزیون بشنوی، شما با تلفن صحبت میکنی، صدا یک دقیقه بعد از طریق تلویزیون پخش میشه و تأخیر درش هست. و خواهش هم اینه که از همه شما که ساکن شهرهای دسفول، اندیمشک، مسجد سلیمان، اهواز، ایزه و ده ها شهر دیگه هستید و خود شما این تظاهرات ها رو در اعتراض به توهین جمهوری اسلامی برپا کردید، روی خط بیاد. بفرمایید، شبتون بخیر. بفرمایید. سلام از من هست، بفرمایید. شما هم همینطور. خوش میگم، ما از لردگان زنی میدهیم. خیلی خوش اومدید از لردگان، بفرمایید. بله بله، این فیلم که میگم علی ماقع شهرن میگن این فیلم ولی اولی چطوری میگم بعدش خوب میشه. بخواست بعدش بخواه خوب نشه. من ما هم دعا داریم تظاهرات میکنیم، داریم چه پاشا گرفتیم، ولی نمیدونم نظر شما چیه. ببینید، خیلی ممنون، اولا خیلی ممنونم که از لردگان زنگ زدید، امیدوارم دوستان دیگه روی خط بیان. ما همه صدا شما رو داریم گوش دیم و هم تو لردگان دارم هر کی ماهواره داره جمع میکنن. زنده باد. دارن ماهواره ها رو جمع میکنن. صداتونم متاسفانه قطع شد، امیدوارم دوباره بتونی رو خط بیای صحبت کنی. نمیدونم چرا الان اینجوری میشه. دارن ماهواره ها رو جمع میکنن به خاطر اینکه باید ارتباطات مردم رو قطع کنن. ارتباط مردم بر سر مخالفت و نخواستن جمهوری اسلامی به هم وصل میشه. این همه شهر چطوری همدیگر رو خبر کردن؟ رفتن دونه دونه به هم زنگ زدن؟ نه، این واقعیت، اصلا اینجوری اتفاق نمیفته. مردم میبینن در یه جایی تظاهراتی میشه، در شب 22 بهمن اینقدر که من اطلاع دارم و اخبار دنبال کردم، مردم بختیاری، ایل بختیاری ها، بختیاری ها در اهواز ریختن بیرون توی خیابون ها. آیا فقط بختیاری ها؟ نه، این واقعیت نداره. اتفاقا همین تظاهرات نشون داد که مخالفت با جمهوری اسلامی در خوزستان فقط به خاطر حمله به مردم عرب زبان خوزستان نیست. مردم بختیاری چی میشه؟ اینجا ماجرا بر سر قومیت و ملیت نیست. جمهوری اسلامی دلش میخواد این کارو بکنه، میخواد این کارو بکنه، میخواد بگه بختیاری ها، لور ها، قشقایی ها، عرب ها، فارس ها، کرد ها، بلوچ ها. ولی اون چیزی که پنبه این خواست جمهوری اسلامی میزنه اتحاد مردم علیه جمهوری اسلامیه. چه منفعتی، چه تفاوتی بین منفعت مردم در رشت با منفعت مردم در آذربایجان با منفعت مردم در لردگان هست؟ بفرمایید، شبتون بخیر. الو، سلام. سلام از من هست، خیلی خوش اومدید، بفرمایید. درود بر شما. چهار محال بختیاری زنگ میزنم. خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید. اولا به آن شهرام همایون لطف کنین بگیم آقای شهرام همایونی برنامه‌ای که میذاره پشت تلویزیون سرود ملی بختیاری رو اثر پخش کنین، نه سرود لورهای علی گودار که در ما فوش میدن. نه عزیزم، نه. از آقایونی که از کجری محمد و اطلاع همه تون برسونم که شما هیچ کدوم بختیاری نکردی. ممنون از عربای خوزستان، ممنون از عربای خوزستان. یه
متاسفم من صدای شما رو دقیق متوجه نمی شدم. خیلی هم سعی کردم که واقعا بفهمم چی میگید. کیفیت صدا بد بود، نه اینکه حرفای شما بد یا خوب بود. من هیچ کدومو نفهمیدم، متوجه نشدم. ولی اگر درست فهمیده باشم، شما راجع به مردم عرب زبان، عرب ها به قول خود شما، عرب های خوزستان صحبت کردید. منم نکته‌ای که داشتم میگفتم همینه. منفعت مردم، خواست مردم، مطالبات مردم عرب زبان در مشهد، در کرمانشاه، در سنندج، در تهران چه تفاوتی با هم داره؟ بفرمایید. شبتون بخیر. خسته نباشید. شبتون بخیر. شما هم همینطور. بفرمایید نظر هلو. شما چی؟ بفرمایید. آقا ما از مجلس جنگ میزنیم. خیلی خوش اومدید. همین تو این که بود بختیاریش. بفرمایید. اینا با این توهینشون به کل قوم چند میلیونی دفتری توهین کردن. بله. اما متاسفانه دولت چون که همش ترکه، حکومت ما حکومت ترکه، مطمئنن که این فدرال قد امکان نداره بکنن. بله. ببین دوست عزیزم، حکومت جمهوری اسلامی نه ترکه، نه فارسه، نه عربه، نه لوره. حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت انسان ستیزه. این که کی با چه زبونی صحبت میکنه، کجا متولد شده، هیچ چیزی به ما نمیگه. هیچ چیز. یک کسی میتونه در تهران متولد شده باشه، بزرگترین دفاع از مردم محروم بلوچستان بکنه، و یه فردی میتونه توی بلوچستان متولد شده باشه، به همون مردم بلوچستان بدترین بدیها رو بکنه. ربطی به اینکه کی کجا به دنیا اومده، کی با چه زبونی حرف میزنه، مطلقا نداره. همین الان من داشتم میگفتم، شما دارین میگی به مردم ترک زبان. من اول برنامه براتون مثال آوردم، روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایرانه، یعنی اصلا روزنامه دولته به نام ایران، مگر یادتون نیست رفت ورداش یه چیزی نوشت علیه مردم ترک آذربایجان؟ اگه شما میگید دولت ترک، دولت ترک معنی چیه؟ دولت ترک چی؟ مردم آذربایجان در زلزله ورزقان خیلی از دولت ترک کمک مساعدت دریافت کردن، هنوز تو کانکس زندگی میکن، هنوز مدرسه ندارن، هنوز آب آشامیدنی ندارن، خونه و زندگیشون رو زلزله به باد داد، جمهوری اسلامی از اون بدتر کرد باشون. اینو دولت ترک یعنی چی؟ بفرمایید. شبتون بخیر. سلام، شبتون بخیر. درود بر شما آقای بهاری. درود بر شما. بفرمایید. من چهارم بختیاری تماس میگیرم. صدا قطع شده. از آقای در مردم استان یاسوس ترکیلوی بوریرحمت میخوام که زیرا هیچ موقع بختیاری رو حمایت نکردن. تنها کسی که بختیاری رو حمایت کرد عربهای خوزستان بودن. خواهش اینو به اطلاع یاسوس و بوریرحمت برسونیم که شما هیچ موقع از قدیم نجدید بختیاری رو حمایت نکردید و آقای خامنه‌ای رو بکنین برسونی که دیگه پایان عمرت بختیاری فرزند شیرمزونه بلند شده که نابود کنه آخوند و کتافت ها از اینجا بلند از بیز تو سطحاشوان مردم غیور بختیاری به قرون لوری تیتونی بون بلند رو بوین موشات بورن موشات خامنه‌ای رو بورن بینین کف دستت خواهشان آقای بهاری به آقای شهران همایون بگیم آهنگایی که پخش میکنی آهنگ بختیاری پخش کنیم، آهنگ لورستانی بذار آقای خود لورستان، آهنگ بقیه آهنگایی که شما پیشباز میذارین این آهنگ بختیاری نیست. خواهشان کمی تحقیق کنید، آهنگ کورش افتتفور بذارید، آهنگ ملک محمد مسعودی بذارید و خواهشان به این بروجینی هایی که تجار نشین چهار ماه بختیاری هم اطلاعشون برسونم که هیچ گاه اینا تکونه نخوردن، برو جنیا اینا بفهمن که جایی تو شما مورد بختیاری ندارن. شبتون بخیر. خدا حافظ. ممنونم اولا عزیزم زنگ زدی، لطف کردی دوباره زنگ زدی، پیام تو به هر کی میخواستی برسونی خودت رسوندی. ما نه به خامنه ای پیام شما رو میتونیم برسونیم، نه به هر کانال دیگه ای که گفتید. حالا نکاتی هم گفتی، من برمیگردم راجبش صحبت میکنم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید به برنامه پخش مستقیم. درود بر شما آقای دهاری عزیز، وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. بفرمایید آقای دهاری. من از
همینجا میخوام بگم که الان دیگه وقتشه که جمهوری اسلامی گورشو گم کنه و برای همیشه آزادی، رفاه، سلامت، کیفیت و تمام اون چیزهایی که حق یک انسانه به ایرانیای عزیزمون برگرده. آقای بهایی، من از اینجا میخوام بگم که جمهوری اسلامی وقتی گورشو گم کنه، بعضی از مردم میان شکل دارن گرایه میکنن که آیا ما چجوری باید منتظر حکومت بهتری باشیم. من از همینجا میخوام به هموطنهای عزیزم بگم قربونتون برم، اگه این حکومت جانی رزل به قول معروف پر از فساد ریشه کن بشه و گورش گم کنه، ما انقدر شغل ایجاد میشه بر اساس ممنوعیت هایی که جمهوری کثیف اسلامی گذاشته با این قانون های دوران بربریتش. میخوام بگم که این قانون ها اگه این جمهوری اسلامی گورش گم کنه و این قانون ها برداشته بشه، مطمئنن هزاران هزار شغل هست که ایجاد میشه و ما میتونیم ایرانی نو بسازیم، میتونیم دیدگاهی نو بسازیم، میتونیم آزادی کامل برای هموطنان اون درست کنیم. خود ما ببینید این دورهای عزیزی که بلند شدن به پا خواستن، اینها چجوری اتحاد تشکیل دادن، اینها بلند شدن با هم تماس گرفتن، آیا مثلا با هم در تماس بودن اینا؟ نه، اینا نشون میده که مردم حرفاشون یکی شده است. اینا نشون میده که مردم مد شدن با هم دیگه. این نیست که بخوام منتظر کسی بمون از فلان کس بیاد براشون کاری بکنه. این داره اینو به ما میرسونه که مردم دیگه اونقدر روشن شدن و هوشیار شدن که کوچکترین موضوعی میتونه اونا رو به بعد بیاره، میتونه اونا رو کاری کنه که این جنایتکارا و جانیا و انگلا و مفتخورای گردن کلفت حکومت جانی اسلامی گورشون برای همیشه گم خواهد کرد. ممنونم عزیزم، لطف کردی تماس گرفتی. واقعا همینطوره. این تظاهرات ها در چند روز گذشته اتفاقا نشون داد که با چه سرعتی مردم همدیگه رو پیدا میکنن، مردم به هم اعتماد میکنن، حرفشون رو یکی میکنن، خیابون ها رو به سرعت به تسخیر در میارن، جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی آموزش دیدش رو به تماشاچی تبدیل میکنن. بفرمایید، شبتون بخیر. سلام. سلام از من هست، بفرمایید. بفرمایید. با آقای بهایی صحبت کنم؟ شما روی خط هستید، صدای شما پخش میشه، بفرمید. صدا قطع شد، متاسفم، نمیدونم چرا اتفاق میفته. تا تلفن دیگه این ایمده، دوست عزیزی که از چهارمحال بختیاری زنگ زد، شب بخیر، بفرمید. خسته نباشید بهایی. ممنونم، شما هم همینطور. صدای تلویزیونتونم اگه کم کنین دیگه ممنون میشم. الو، بفرمید. آقای بهایی خسته نباش. شما هم همینطور، بفرمید. ببین دوست عزیزی که از چهارمحال بختیاری تماس گرفته بود، چرا ما باید به مردم بروجن بگیم که شما از ما نیستیم؟ برای چی؟ الان باید بگیم که ما توقع داریم شما هم به این تظاهرات بپیوندید. هر شهری که شما اسم، من عمدن نمیخوام اسم جاهایی رو که شما گفتید اسم ببرم، شما انتظار داشتید که اونا هم توی خیابونا بیان، باید همینو بیه بگی ما منتظریم، چرا نیومدی؟ نه اینکه از ما نیستی، ما همه از همیم. بفرمایید. سلام دارم جماعت. بله بله عزیزم، صدای شما هست، بفرمایید. شما هم همینطور. میگم من از دفور زنگ زنم. بفرمید آقا. اینجا حکومت نظامی شده نادور توی شهرک مدرس، حلوش 2-3 هزار میرفتن تو خیابونا. بله، از که این اتفاق افتاده؟ که توی مدرس واقعا اصلا نمیشه از خواب بیای بیرون. مامورای نیرو انتظامی یگان ویژه ریختن شدیدن، یعنی نه زن نه بچه نه مرد نه پیر نه جوان نمیتونن بیان تو خیابون. در و پیکر و ماشین و مغازه و همه رو در و داغون کردن. یعنی خدا شاهد اصلا نمیتونه بیای بیرون. از کی این کار شروع شده؟ یعنی نیرو انتظامی از کی اومده وارد شهرک مدرس شده؟
از پریروز بوده ولی دیروز امروز خیلی شلوغ شده، بیش از اندازه شلوغ شده. یعنی اصلا هوش بالا 200 نفر هم گرفته میره. صدای تلویزیونتون رو اگر میشه آره عزیزم صدای تلویزیونتون رو ببندین، نکات مهمی داری میگی بعد درست به گوش مردم نمیرسه. امروز همین الان چرت و مدرسن، واقعا همین الان شلوغ بازار، اصلا نمیتونن بیان بیرون، در خطر راحت میشن میرن تو، هر کس ببینن میگن، حتی بچه مدرسه های کلاس سوم چهارم ابتدایی برسه به پیر جوان. صدای تو رو عزیزم همه شنیدن، اتفاقا من از همه مناطق شهر دسفول میخوام مثل همین جوانی که روی خط اومد و شهرک مدرس رو الان داره به همه مردم ایران معرفی میکنه. خب همه که نمیدونن دسفول چیه، کدوم شهرک چیه، روی خط بیاید و با جزئیات راجع به این مبارزه مهم صحبت کنید و پیامتون رو بگید. سلام از من هست، بفرمایید. جواب میخواستم یه برنامه تخصصی بذاریم صرفا به خاطر اینکه قوم بختیاری رو با قوم لورهای خرم‌آباد و مسجد سلیمان یه تمیز بینشون داده بشه، یعنی یه بینشون فرق گذاشته بشه. اول مشخص بشه بختیاری که توی همه مدت خدمات بختیاری به ایران و ایران زمین داشته، بعدا هم بپردازیم به این که حالا حق این قوم خورده شده یا نه، چون الان دیگه همه دارن خودشون رو میچسبونن به این قوم، همه یعنی از اون سر دنیا خودشون رو میچسبونن به این قوم. یه برنامه بذاریم صرفا به خاطر همین. خب ببین دوست عزیزم، شما که باید خیلی خوشحال باشید، همه ی مردم دارن میگن من هم بختیاریم. عزیزان بیننده، من همینجا اعلام میکنم من هم بختیاریم، چون با این مبارزاتم، چون از این مبارزات دفاع میکنم، چون علیه توهین به مردم بختیاری خون منم به جوش میاد. من کردم، ترکم، فارسم، عربم، لورم، بلوچم، چه اهمیتی داره؟ شما که باید خوشحال باشی بگی آقا جون تمام این مردم ریختن تو خیابون میگن چرا به مردم بختیاری، به ایل بختیاری، به مردم بختیاری توهین کردی. شما باید اتفاقا توقع این باشه بگی مردم تبریز چرا تو خیابون نیومدین، چرا نمیایین بگین که چرا به مردم بختیاری توهین کردید. خودشونو به مردم بختیاری میچسبونه، این که بده. بفرمایید، شبتون بخیر. ببخشید منتظر موندید. الو بفرمایید. خواهش میکنم. سلام آقای باری، خسته نباشید. شما هم همینطور، بفرمایید. آقای باری، واسه این تظاهراتی که مردم کردن من فکر نکنم این توهین به ملت ایران باشه، این به قوم بختیاریه. قوم بختیاری هم برای خودشون سنت و آیین خودشون رو دارن. الان این چه به نظر من، حالا شاید شما این حرف رو میزنید، ولی به نظر من توهینی به کشور نشده، فقط این یه سوتفاهمی که شده، هم سوتفاهم رفت شد. یاد نیست که این همه داده میداد میکنین و این همه دارین ملت بازشون رو همین دادین. ببین عزیزم، سوء تفاهم شده. من سوالم اینه که برای چی اولا سوء تفاهم میشه، بر سر چی؟ یک فیلمساز شناخته شده یه حزب اللهی از دانشجویان پیرو خط امام داره یه تاریخی رو به نام جمهوری اسلامی مینویسه، مردم ریختن تو خیابون، اون دید سنبه پرزور پسش گرفت. سوء تفاهم نیست، عقب نشینیه. بفرمایید، شبتون بخیر. بفرمایید دوست عزیزم، صدای تلویزیون آقای عزیز، اگر صدای تلویزیونتون رو نبندید صداتون حتما قطع میشه. بفرمایید صحبت کنید، صداتون رو خط هست. الو، شما دارید میگید که به مردم ایران توهین نشده. مردم ایران یعنی کی؟ میشه به من بگید مردم ایران کیه؟ مردم ایران یعنی ما. این که ما بختیاری هستیم، قشقایی هستیم، لوریم، بلوچیم، اینا جغرافیای ماست، هویت ما نیست، ما انسانیم. این ما در این جغرافیا به دنیا اومدیم، شما در یه شهر دیگه‌ای به دنیا اومدیم، من در یه شهر دیگه‌ای به دنیا اومدم. شما توقعت چیه؟ من بگم توقع خودم چیه؟ من میگم چرا مردم فرانسه از این تظاهرات دفاع نکردن؟ چرا مردم انگلیس از این تظاهرات؟ من اینجوری فکر میکنم، میگم مبارزات ما مردم رو به رسمیت بشناسیم. زیر دست و پای جمهوری اسلامی ما داریم علیهش تظاهرات میکنیم، علیه یه همچین حکومت وحشی.
چرا اسم ما رو تو دنیا نمیبرین؟ نمیگم بختیاری، نمیگم لور. بفرمایید، شبتون بخیر. الو دوست عزیز، صدای شما روی خط، بفرمایید صحبت کنید. الو بنابراین شما بر نگرد بگو که به مردم ایران که توهین نشده، شما پس چی هستین؟ میگه یه سوء تفاهم شده. میگه سوء تفاهم چی عزیز من؟ بفرمایید، شبتون بخیر. الو خسته نباشید. شما هم همینطور، بفرمایید. آقای بهاری؟ بله بفرمایید. الو دوست عزیز، بفرمایید صحبت کنید، صداتون رو خط. شما نکته اصلیت میدونید چیه؟ نکته اصلیت اینه که میگه مسئله رو کوچیک کنم. میگه شما مردم رو به جون هم نندازیم. مردم من انداختم؟ تلویزیون کانال جدید مردم رو به جون هم انداخته؟ این صدای مبارزات مردم. اتفاقا مردم چهار محال بختیاری، کوه کیلو و بوی رحمت، دسفول، اندیمشک، اهواز، مسجد سلیمون، لردگان، هر کجا هستید بیایید روی خط و ادامه تظاهراتتون رو اتفاقا روی همین خط، این صدا و بلنگو و تریبون اعتراضات شماست، اینجا خیابون شماست برای تظاهرات. اتفاقا بیایید رو خط و اگر نتونستید یه حرفی رو تو تظاهرات بزنید، اینجا بزنید، همون شعارا رو همینجا تکرار کنید. شب بخیر، بفرمایید. بفرمایید صحبت کنید. الو بفرمایید، صدای شما روی خطه. الو یکی از کارهای فوری ضروری همین الان باید اومدن شما از شهر، همین شهرها روی همین خط باشه، معطل نکنید. بفرمایید، شبتون بخیر. دوست عزیزم، صدای تلویزیونتون رو ببندید و صحبت کنید. صدای تلویزیون بستم. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. شما هم همینطور، بفرمایید. از خدمت من چهارمحال بختیاری لردگان میزنم. خیلی خوش اومدید. لردگان، چهارمحال بختیاری زنگ زدید و جز کسانی هستید که روزی که این مردم توی خیابون ها ریختند، شما سوراخ موش پیدا میکردید. بفرمایید، شبتون بخیر. سلام علیکم. سلام از من هست، بفرمایید. با آقای بهاری میخواستم صحبت کنم. خودم هستم، بفرمایید، صدای شما روی خط. آقای بهاری شب شما بخیر. همینطور شما، بفرمایید. عرضم موضوع شما. الو بفرمایید صحبت کنید. الو دوست عزیز، آقا جون میخواین صحبت کنین یا نه؟ سلام علیکم. سلام از منه، بفرمایید. آقای بهاری، من به عنوان یه بختیاری در جوابی آقا میخواستم بگم که میگه که به ملت ایران توهین نشده. بله یه حتما خودش ایرانی نیست. الو بله بفرمید، صداتون روی خط هست. آقای بهاری بفرمید. آقا صدای شما روی خط، لطف کنید صحبت کنید، صدای تلویزیونتون رو ببندید وگرنه صداتون قطع میشه. مقاطم راجب این آقایی که میگه که به ملت ایران تو این نشده، فکر کنم این آقا خودش اصلا ایرانی نیست. بله و اینه نه تنها ایران بلکه تمام دنیا بختیاریه. من میخوام تک به تک شهر به شهر برای شما اسم ببرم. بفرمی همه جای دنیا بختیاری هست، چه داخل کشور چه خارج از کشور، همه جان متوجه. شما از تظاهراتی که در چند شب کانادا کانادا بختیاری زیاد هست، میگم که بختیاری زیاد همه جای دنیا هست،
ولی من از نمیدونم باید با کی بخوام که یک فیلمی که گذاشتن شدیدن توهینم بود به خب برو بختیاری بله و همه ملت ایران همینطوره. حالا عزیزم تو همین بخوام. فرصت منم از شما یه چیزی خواستم بخوام. خیلی حرف درستی میزنی. بله. از تظاهراتی که توی شهر شما بود چه کار کردین؟ این جزئیات این تظاهرات رو برای همه که صدای تو رو میشنون بگو. میگم بعداً خوب میشه. بله. متوجه که گفت به زبان لوری هم گفت میخوام خوب نشه. بله. منم همین حرفو میزنم. اصلا حق ندارن. دولت جمهوری اسلامی حقی نداره دیگه فیلمو ادامه بده. باید تعطیلش کنه. اگر چنان که بخواد یک فیلم ادامه داشته باشه و هر شخصی بر علیه قوم بختیاری و ایرانی بخواد حرفی بزنه، خود شخصا من اگه کارگردان همین فیلمو در هر جای ایران که پیدا کنم قسم میخورم به خداوندی خدا گوششو میبرم. عجب. یعنی کارش میکنم که دیگه توبه بشه که هیچ کسی در هیچ جای دنیا اجازه به خودش نده که به بختیاری و ایرانی جماعت توهین بکنه. حق ندارن این کارا رو بکنن. خب ببین عزیزم، شما با همین احساساتی که دارید، چرا من چند بار از خود شما سوال کردم، اینو میگم که اگه تونستید دوباره روی خط بیاید. فقط توهین به مردم بختیاری نیست، معلومه که فقط نیست، به هر کس در هر جا توهین بکنن توهین به بشریت محسوب میشه. اما مبارزه ما در اون شهرها رو ما ازتون خواستم که نگو. بفرمایید، شبتون بخیر. سلام علیکم. سلام از من هست، بفرمایید. حال شما خوب هستین مهدی؟ ممنونم، شما خوب باشین، منم خوبم. بفرمایید نظرتون چیه؟ ایمان هستم از علی در زنگ میزنم. بختیاری اسیرم. ما اینجا راهپیمایی کردیم شدید، یعنی 5-6 هزار نفر در فرمودری علی در بستیم. بله بله. خودم رفتم، پدرم رفتم، داداشم رفت. اصلا اگر این فیلم تعطیل نشه من خودم که خودم هم یعنی کامل این شهر می‌بندم به تیر. یعنی ما با همه با اسلحه و همه چی رفتیم در فرمونداری و به نیابت از تمام این راستری که رفتیم اونجا. زنده باد. چه روزی مقابل فرمونداری علی گودرز تجمع بود؟ آره بستیم فرمونداری علی گودرز کامل بستیم. فرموندار اومد، از خرم‌آباد اومد، از تهران اومد، تمام علی گودرز رو بسته بودیم. از شهرهای دیگه چه خبر دارید؟ معلومه که شما صداتونم قطع شد. اگه میشه یه بار دیگه رو خط میایید همون موقع که من میخوام ازتون سوال بکنم صدا خودی. میدونم شما قطع نکردیم ولی تماس قطع شد. اتفاقا راجب تجمع مردم در مقابل فرمانداری علی گودرز خیلی نکات گفتنی هست که مثل یه تجربه باید در این برنامه گفته بشه. بفرمایید، شبتون بخیر. شما هم خسته نباشید. بفرمایید. سلام از من هست، بفرمایید. ما خودم بختیاری هم از چهارمحال زنگ میزنیم. ما فاضل میگه 4 تا لزمون تظاهر کنیم، 4 تا شهرکل، 4 تا هوا، 4 تا یافی فاضل. ما کلی ایرانی ها باید هممون همدرد هماهنگی باشه که بیده تو دهن اینا 4 تا جاده بجوگه همه شو فرار میکنن، این همه شو سج میمونن. همینطوره، زنده باد. اینه همه این برنامه داره میگه اتحاد مردم علیه جمهوری اسلامی، اتحاد همه مردم علیه جمهوری اسلامی. شما به نکته خیلی درست اشاره کردید. شب بخیر، بفرم. ما کلا ما بختیاری از نسل کورشیم. بله صداشون قطع شد. مردمی که بزرگترین ثروت ها رو آفریدن، به قول مرتضی فاتح خوب حرفی زد، گفت خوزستان قلک جمهوری اسلامیه، وقتی میخواد خرج بکنه از تو این قلک برمیداره، وقت گرسنگی هم همین مردمی که این ثروت رو تولید کردن میره بهشون توهین میکنه. شب بخیر، بفرمید. سلام جناب آقای بهاری، خسته نباشید. شما هم همینطور، بفرمید. شما گفتین که اگر حسی از در تظاهرات گفته نشده از این کانال ما میتونیم اعلام کنیم. خیلی تشکر میکنم و خواستم دو نکته تاریخی رو فقط اشاره کنم. بفرمایید. ساختمانی که الان مجلس شورای اسلامی هست متعلق به سردار اسد بختیاری بوده و ایشون از اونجا به عنوان استبل استفاده میکنه. باور کنید یه حقیقت تاریخیه و میتونید تحقیق کنید، تمام تاریخ‌دانا بپرسید.
بنابراین ایشون که استبلش رو به عنوان مجلس شورای اسلامی داره استفاده میکنه، حق بزرگی به گردن نماینده ها داره. آقای لاریجانی الان جای یک قاطر یا یک یابو رو اشغال کرده و باید نسبت اون یابو جوابگو باشه. دومی مطلب اینه که رضا پهلوی امروز اطلاعی صادر کرد و از بختیاری حمایت کرد. خواستم بگم که آقای رضا پهلوی دست شما درد نکنه، ولی فراموش نکنید کمی سردار اسد بختیاری به دست پدربزرگ شما آقای رضا شاه و ستا شاه به قدر رسید. خیلی ممنون، متشکرم. خب زنده باد. حالا بذار من برای اون نکته اولی که گفتی بگم. میدونی الان جمعیت حمایت از حیوانات هم اعتراض میکنه، میگه چرا لاری جانی رو گفتید یابو یا قاطر؟ چون اونا هم میان اعتراض میکنن، میگن به حیوانات توهین میشه. بفرمایید، شبتون بخیر. بفرمایید. قطع شد. قبل از اینکه شما رو خط بیاید صداتون قطع شد، محبت کنید مجددا تماس بگیرید. ببینید ما تا شما هر چقدر دلتون میخواد راجع به تاریخ و گذشته میتونید صحبت کنید، حتما حقایق ناگفته فراوانی هست. امروز ما مردم مقابل جمهوری اسلامی هستیم، خواستها و مطالبات ما علیه این حکومت چی؟ شب بخیر، بفرمید. سلام، خسته نباشید. شما صداتون روی خط هست، بفرمایید صحبت کنید. دوست عزیز صدای شما روی خط هست و اگر نه صداتون قطع میشه بفرمایید صحبت کنید. ببینید جمعیت کثیری در شهرهای مختلف، لالی، ایزه، لردگان، سامون، درود، ازنا، چهارمحال بختیاری، کهگیلی و بوی رحمت، مسجد سلیمان، اهواز، دسفول، اندیمشک، این خواستا باید اینجا با جزئیات گفته بشه. بفرمایید، شبتون بخیر. الو. بفرمایید، صدای شما روی خط هست. الو. سلام، خسته نباشید. شما هم همینطور، بفرمایید. لالی تماس. خیلی خوش اومدید. الو. بفرمایید، صداتون روی خط. لالی تماس میگیرم. خوش اومدید. و صدای تلویزیون، میدونم این وقتی میگم تلویزیونتون رو ببندید همینه. شما چند بار گفتید من از لالی تماس میگیرم؟ الو، به خاطر اینکه میخوای ببینی صدات از تلویزیون پخش میشه. خب منم چند بار بگم، یک دقیقه بعد صدایتون رو شما میشنوید. امریکا و بختیارای کل سرزمین ایران سلام برسونم و بگم دوباره به خیابونا برید، ایران یه توهینی کرد برای خودم و بختیارای. ادامه بدید، بفرمید. ببینید دوست عزیزی از دسفول زنگ زد و راجع به شهرک مدرس صحبت کرد، میگه در اونجا حکومت نظامیه. علیه این حکومت نظامی چرا الان به خیابونا نرسیم؟ همین الان در همه این شهرها که تظاهرات بوده باید در دفاع از مردم دسفول این بار به خیابون ریخت، بگیم حکومت نظامی تو جمع کن، کسایی که دستگیر کردی باید فوراً آزاد کنید. همین حالا هم باید این کارو کرد. بریم جلوی فرمانداری ها، دستگاه‌های نیروی انتظامی، هر جا که نیروی سرکوب صف کشیده در مقابلش صف می‌کشی. شهرک مدرس توسط نیروی انتظامی به محاصره نظامی شده، باید جلوش ایستاد. اتفاقا مبارزه رو باید اینجوری ادامه داد. بفرمایید، شبتون بخیر. ببخشید، می‌خواستم با آقای باهاری صحبت کنم. خودم هستم، صداتون روی خط هست، بفرمایید صحبت کنید. خواستیم بگیم که بذار وصل بشه. صدای شما روی خطه، بفرمایید صحبت کنید. بنابراین مردمی که شنیدید در شهرک مدرس در دسفول حکومت نظامی برقرار شده، کودکان هم حتی میگیرن، جوونا رو هم میگیرن، در خونه ها و مغازه ها رو میشکنن، همین حالا جواب باید بگیره. همین الان باید مردم بریزن تو خیابون و بگن بساط نیروی انتظامی رو از شهرک مدرس یا هر جای دیگه جمع کن.
اجازه نداری دست به یکی از این مردم بزنی و کسی رو دستگیر کنی. توهین کردی، جواب توهین تو داریم میدیم. بفرمایید، شبتون بخیر. الو سلام. سلام از من هست، بفرمایید. الو دوست عزیزم، الو صحبت کنید. خواهد های باریه، بفرمایید نظرتون رو بگید. محسن آسلیکی هستم، از علی گودر زنگ زنم. خیلی خوش اومدید، بفرمایید. ما زنگ زدیم بگیم که اینجا کامل به سردمی آین آسلیکی تمام فرمونداری و نیرو انتظامی کامل خلصدا کردیم. بعد دوباره ریمو همین بودم روز شنبه، دوباره گوش کردم با پسر خالم. الو سلام، محسن آسترکی هستم، پسر ایمان آسترکی. اینجا کلن تظاهرات کردن به سردسته آقایون آسترکی، علی گودرز تابلو فرمانده اینا همه رو کندن، بعد با اسلحه و همه چی با اسلحه بودن، عکس امام هم پاره کردن کلن سر این کاری که انجام دادن. تمام لرستان کلن بلند شدن، حتی دستور که تیراندازی کردن، پمپ بنزین آتیش زدن، حتی داخلش جوری بود که داخل شبکه‌های بی بی سی هم گفتن این مال خوشاش و شورش. و بعد یکی دیگه از شهرهای که خیلی مهم بود با ایزه بود، با علی گودرز دیگه هم. زنده باد عزیزم، ممنونم ازت. همین جوری بیاد گزارش این تظاهرات ها رو بدید، این جزئیات رو شما میدونید، جمهوری اسلامی که اینا رو پخش نمیکنه. مقداری فیلم و عکس به وسیله خود شما، خبرنگاران همین تظاهرات ها، تظاهرات خبرنگاران همین اعتراض در شبکه های اجتماعیش مثل فیسبوک، یوتیوب و غیره پخش شده. جزئیات رو شما باید بیاید بگید و در این حال چگونه باید همین الان در دفاع از مبارزات مردم در دسفول فعالیت کرد. بفرمید، شبتون بخیر. الو بفرمید. الو شما صداتون روی خط هست، چندین بار الو الوی شما هم پخش شد. بفرمایید صحبت کنید. سلام. بفرمایید. سلام به شما. الو بفرمایید صحبت. بله، این چند بار سلام، بفرمایید. خسته نباشید، شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. آقا خیلی باری، ما از علی بیدرد مزاحمتون میشیم. خیلی خوش اومدید. ما همه فامیل ما خوزستانه. بله کالیزوان هستم، از علی بیدرد مزاحمتون میگم. مردم ها بگید جمع شد بریم خوزستانی. خب من نگه داشتم تا بالاخره شاهکاره شما رو مردم ببینن و قضاوت میکنن. ببینید جزئیاتی رو الان این دو جوان اومدن از علی گودرز و چگونگی مقابلشون با فرمانداری و نیروی انتظامی گفتن. در همه شهرها ده ها ابتکار شما صورت گرفته که مردم دیگه ازش بیخبرن. الو بفرمایید. صداتون قطع شد. هیچ چیز از اتحاد ما مردم و حمایت ما از در این لحظه مهمتر نیست. هیچ چیز. مردمی به پا خواستن، تظاهرات بزرگی صورت گرفته. جمهوری اسلامی چند کار میکنه. اول خفش میکنه، صداش در نیاد. بعد اخبار جعلی پخش میکنه، بعد میخواد کوچیک جلوش بده، بعد میخواد بگه اصلا ماجرا سر یه دونه فیلمه. دیگه توهین بسیاری نکنه، اصل بسیاری رو بدونه، ویش بسیاری بدونه کیه. بله بفرمایید آقا. متوجه نشدم، به هر حال اگه با کی صحبت کردین متاسفانه مفهوم نبود برای من. جمهوری اسلامی الان کارش اینه بگه اتفاقی نیفتاده. آقا یه دونه فیلم بوده، بعد کارگردانش هم اومد یه نامه نوشت گفت اگه اولش بد بوده آخرش خوبه، حالا ما این فیلم رو فعلا جمع کردیم تا سر صدا بخوابه. این کار جمهوری اسلامیه. ولی مردمی که به خیابونا میریزن فقط به خاطر این فیلم نیست. این فیلم بهانه‌ایه برای حضور در خیابون. با
منم از مردم میخوام که برید تو خیابونا و تظاهرات کنن. از کجا زنگ میزنی عزیزم؟ الو بفرمایید. الو بفرمایید صحبت کنید. وصله صدای شما خیلی وقت وصله. الو سلام علیکم. بفرمایید. صدا شما قطع شد به خاطر اینکه نه صحبت میکردید نه معلوم بود که بالاخره تصمیمتون چیه. صدای شما وقتی که با تلویزیون کانال جدید تماس میگیرید به شما در اتاق فرمان میگن صبر کنید یا بعد میگن صدای شما وصله. وقتی این کلمه رو شنیدید صحبت کنید، یعنی وصلید. اینقدر الو الو کردن نداره. و یه بار دیگه بگم، از زمانی که شما صحبت میکنید تا صدای خودتون رو از تلویزیون بشنوید 1 دقیقه فاصله هست، یعنی با تأخیر 1 دقیقه طول میکشه تا بشنوید. که من نمیتونم که 1 دقیقه وایسم تا شما صدای خودت رو از تلویزیون بشنوید. شما با تلفن زنگ زدی، صدا رو از تلفن میشنوید، بعدن میبینی که صدا از تلویزیون پخش شد. هر نکته ای داشتی تونستی بگی. بفرمایید. شبتون بخیر. بفرمایید. سلام علیکم. سلام از من هست. بفرمایید. خوبی؟ بفرمایید نظرتون رو بگید. شما هم همینطور. من می‌خواستم بگم الان ما شهرک مدرسیم، خب؟ بله. الان اینجا به قول خوب حکومت نظامیه. بله. الو. صدای شما روی خطه. بفرمایید. الو. بله. سلام، خوبی؟ ممنونم آقا، بفرمایید. سلامتی؟ من از شهرک مدرس زنگ میزنم. خیلی خوش اومدین، بفرمایید. کلی زحمت به خودش داد تا آخرش هم صحبت نکرد. جمهوری اسلامی تلاشش همینطور که گفتم اینه که بگه ماجرا این فیلم بود. نه، ماجرا فیلم نیست. جمهوری اسلامی یه چیزی از دستش در میره، مردم میگیرن اونو و میدونن که اصل ماجرا چیه. مردم ایران به خوبی میدونن جمهوری اسلامی کارش تفرقه بینداز و حکومت کن، علیه کرد، علیه فارس، علیه بلوچ، هر کدوم رو به ترتیبی مورد توهین و تمسخر قرار میده. بفرمایید. شبتون بخیر. خسته نباشید. آقای باری. بله بفرمایید. آقای باری، من از توی آیتن و مدرس زنگ میزنم. خب بفرمایید. امروز ساعت 5 بعد از ظهر. بله. الو. امروز ساعت 5 بعد از ظهر. امروز ساعت 5 بعد از ظهر میخوان تو خونه های مردم آقای باری، امروز ساعت 5 بعد از ظهر ریختن تو خونه های مردم، شیشه های ماشین ها رو شکوندن، زن ها رو کتک زدن، بچه ها رو کتک زدن، بچه های 12 ساله 10 ساله رو گرفتن در شهر. آره آره آره، ساعت 5 بعد از ظهر. بله. مردمی که این صدا رو شنیدید، امروز ساعت 5 بعد از ظهر در شهرک مدرس در دسفول حکومت نظامی اعلام کردن، به مردم یورش بردن. جواب این رو حالا باید داد، یعنی حالا، یعنی الان، نه فردا صبح. همین الان شروع کنید به شعار دادن، شروع کنید مردم رو تو شهر خودتون جمع کنید. به ساعت و وقت شب دقت نکنید، مردم منتظرن مبارزه شون رو ادامه بدن. باید نیروی انتظامی شهرک مدرس رو همین حالا خالی کنه. نمیتونه کسی رو دستگیر کنه، نمیتونه کسی رو زندانی کنه اگر ما جلوشون رو بگیریم. بفرمایید. شبتون بخیر. همین. سلام. خسنه آشقای باری. بفرمایید. آقای باری، شما صدای شناخته شده ای داری، شرم بر تو، خجالت بر تو، برو یه کار شرافتمندانه ای پیدا کن، خجالت بکش. این چه نونه، نمیدونم چه کلمه ای من بگم، این چه نونیه تو سفره خودت و زن بچت میذاری آخه، خجالت بکش. بفرمایید. شبتون بخیر. سلام. خسته نباشید. ممنونم. سلام.
بفرمید خانم. الو سلام، خسته باشید. ممنونم، شما هم خسته نباشید. من از سلیمان تماس میگیرم. خیلی خوش اومدید خانم، بفرمید. میخواستم اعتراض خودم رو اعلام کنم. بفرمید. چرا باید زمانی که فیلم رضا مامونه درست شد بهش اعتراض کردن؟ استاد اسلامی اجازه پخشی رو نداد. وقتی که به روحانی اعتراض کردن، اعتراض کردن نذاش پخشش کنه. بله. ولی به طرف ایران دارن توری میکنن و سرشو میپوشونن. بله، زنده باد. باید من یه زنم به شرفم برخورده، باید برم پیش کی صحبت کنم؟ پیش خامنه ای بیشرف؟ آفرین. پیش کی؟ آفرین. من اگر سرم بره با آخر این تذیه تو خیابونم. اینه صحبت، زنده باد. ببین عزیزم، همین الان یه فیلمی رو داشتن میساختن که حضرت عباس میدونم کیو میخواستن توش نشون بدن. شما نگاه کن چه عمل اکره‌ای را افتادن برن جلوی نمایش این فیلم رو بگیرن که بیا حضرت ابوالفضل، یا نمیدونم حالا کدومشون بوده، اینو باید مثل نور نشون بدین. چرا جلو همین حرفی که شما زدی، وقتی که اون یکی فیلم رو اخراجی ها بود، شما گفتی رفتن، اگر درست بگم جلوشو گرفتن. اینجا رسما دارن به مردم توهین میکنن به خاطر اینکه مردمی برای اینا متصور نیست هستن. بفرمایید، شبتون بخیر. الو سلام علیکم. سلام از من هست، بفرمایید. آقا بهاری. بفرمایید. حال شما خوبه؟ دوست عزیزم، من حالم خوبه. شما زنگ زدی حال منو بپرسین. تیتر این برنامه هست همه مردم علیه حکومت اسلامی. شما هم مثل همین خانومی که اومد روی خط گفت من سرم بره دست از این مبارزه بر نمیدارم، من جام توی خیابونه با این توهین می جنگم. شما هم به جای احوال منو بپرسی راجع به این مسئله صحبت کن. بفرمایید شبتون بخیر. بفرمایید. سلام آقای بواری. سلام از من است. شما هم همینطور. من از شوشتر میرسم رفتم. خیلی خوش اومدید از شوشتر. بفرمایید اونجا چه خبر؟ میخواستم اعتراضم رو بین. نه عزیزم نشد. شما خودت از یه شهر زنگ میزنی به مردم شهر دیگه توهین میکنی؟ و اصلا جای این حرفا نه توی کانال جدید هست، نه جایی که ما میگیم ما متحد بشیم علیه جمهوری اسلامی. شما اومدی به مردم ایران، به یه بخش دیگه از مردم ایران توهین میکنی؟ یا عمدن داری این کارو میکنی؟ شبیه جمهوری اسلامی هست یا متوجه نیستی چی میگی؟ خب باید متوجه بشی الان دیگه. این خیلی رفتار ناپسندیه. بفرمایید شبتون بخیر. الو. بفرمایید. سلام. بفرمایید شبتون بخیر. آقای بهاری؟ بله بفرمایید. آقای بهاری؟ بله بفرمایید. من تبریز می‌گم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. آقای بهاری. بفرمایید. خیلی ممنون. شما 35 ساله این حرفا رو می‌زنید. خسته نشدید؟ خیر قربان. ما نه تنها خسته نشدیم، بلکه مردم ایران هم از مبارزه با جمهوری اسلامی خسته نشدن. شما به عکسی که پشت سر من هست نگاه کن، ببین آثاری از خستگی در این مردم می‌بینی؟ این مردمی هستن که ایستادن و از کرامت منزلت انسانیشون دارن دفاع میکنن. میگن ما انسانیم، یک حکومت انسانی، یک زندگی انسانی سزاوار ماست. بفرمایید شبتون بخیر. بفرمایید. من از چهارمال دختری زنگ میزنم، روز تو هستش. بله شما میگید مردم خسته نشدن یا ما خسته نشدیم؟ اگر مردم لالی، ایزه، لردگان، سامون، بویرحمد، چهارمحال بختیاری، اندیمشک، مسجد سلیمون اینا خسته میشدن توی خیابون نمیمدن جواب جمهوری اسلامی رو بدن. پس ما خسته نشدیم دیگه. اونی که باید بره جمهوری اسلامیه و باید بره. بفرمایید شبتون بخیر. الو سلام. بفرمایید شبتون بخیر. الو خسته نباشی. بفرمایید. من از جامعه تماسی گرم. این چه وعدشه؟ چرا وقتی اتنی میکنن؟
از کجا زنگ میزنی؟ پمپ بنزین و اونجا همه جا تش نده. بله. خب داشتی صحبت میکردی، گفتی پمپ بنزینا رو آتیش زدیم یا به قول خودت تش زدیم. خب ادامه میدادی، چرا قطع کردی صحبت؟ شبت بخیر، بفرمید. بفرمید، شبتون بخیر. میخواستم با این سیامک باهاری حرف بزنم. بفرمایید آقای عزیز، صدای شما روی خطه، منم سیامک باهاری هستم، بفرمید. بله بفرم. دروغ چرا میگی؟ بله من چه دروغی دارم بگم آقا؟ خب الان یه دقیقه بعد شما میبینین که من گفتم من چه دروغی دارم بگم آخه. چرا دروغ بگم؟ میگم صحبت کن. خب صحبت کن دیگه. در همه شهرهایی که علیه حکومت اسلامی مردم به خیابونها اومدند، جرقه این مبارزه، جرقه این اعتراض، جرقه این همایش بزرگ مردم فیلم سرزمین کهنه. بقیه این داستان مبارزه ما علیه جمهوری اسلامیه. بقیه حضور ما علیه جمهوری اسلامیه. همینجور که مردم علی گودرز با فرمانداری رفتار کردن، همینجور که مردم اهواز شب 22 بهمن همون روزش که جمهوری اسلامی لشکر کرایه خودش آورده بود توی خیابون، شب مردم واقعی اومدن توی خیابون. اگر کسانی معتقدن که مردم در روز 22 بهمن خیابون ها رفتن، من سوال میکنم شب 22 بهمن در اهواز اینا کیا بودن توی خیابون ها بودن؟ اینا کیان؟ اینا مردمی هن که اومدن از خودشون دفاع میکنن، میگن ما توهین نمیپذیریم، ما مردم، ما رو میخوان بلوچ حساب کنن، کرد حساب کنن، لور حساب کنن، ترک حساب کنن، لور حساب کنن. ما مردمیم، ما انسانیم، بهداشت میخوایم، درمان میخوایم، کار میخوایم، زندگی زیر خط فقر نمیخوایم، تبعیض و نابرابری نمیخوایم، نابرابری بین زن و مرد نمیخوایم. ما انسانیم، سزاوار یک زندگی انسانی هستیم، سزاوار بالاترین منزلت های اجتماعی هستیم، حقمونه و جمهوری اسلامی اینو از ما گرفته. میخواد ما رو به نام ملیت ها جون هم بندازه. کور خونده. مردم ایزه، مردم کهگیلویه به خیابون ها اومدن در دفاع از مبارزات مردمی که مورد توهین قرار گرفته بودن. اینجا معلوم میشه مردم عرب زبان، مردم لور، مردم بختیاری، همه ما مردمیم و یک مسئله اساسی داریم. جمهوری اسلامی باید برود. این حکومت باید گورشو گم کنه. این حکومت ما نیست. نخواستیمش، نیاوردیمش، نگرش نداشتیم. با اسلحه روی سر ماست، با کهریزک، با اوین، با بند 350، با بند 209، با دستگیری، با شکنجه، با اعدام، با حکومت نظامی. این حکومت اینجوری رو سر ماست و مردم میان و در این حجم وسیع و بزرگ در شهرهای مختلف تظاهرات میکنه. خسته نباشید. بفرمید. من از اینجا تماس میگیرم. خیلی خوش اومدید. بفرمید. الو. بفرمید صحبت کنید. و اصلا صداتونم قطع شد. نمیدونم آخه شما به محض اینکه صداتون وصل میشه چرا منتظرید دوباره ببینید صداتون از تلویزیون پخش میشه؟ شما وقتی زنگ زدین با اتاق فرمان صحبت میکردین، مگه صداتون از تلویزیون پخش میشد؟ خب میگن بفرمایید صحبت کنین، یعنی بفرمایید صحبت کنین دیگه. همه شما کسانی که این اشتباه رو انجام دادید، خب بیاد الان روی خط صحبت کنین دیگه. اخبار این تظاهرات به گوش مردم دنیا باید برسه. آقای باری سلام. سلام از من هست، بفرمید. خسته نباشی. شما آقای باری، این ملت بختیاری کل ایران رو شرخ، ایران به دست بختیاری داره میچرخه. چطور الان این مردم باید، این شخص باید به بختیاری توهین کنه؟ بله این شخص باید گوشش از سر برید، گوش این شخص و گوش خامنه ای باید سر برید به کف دستش. خب شما راه حل هم دارید میگید. اگر قرار به مردم توهین نشه،
اگه قراره به مردمی که بزرگترین ثروت ها رو دارن تولید میکنن و فقیرترین مردم ایران محسوب میشن، اگر قرار اینجوری نشه باید گوش این حکومت رو برید، گوش خامنه ای رو برید، یعنی گوش جمهوری اسلامی رو برید، برو پی کارت دیگه. این مردم دارن چی میگن؟ همه این اتفاقات یه معنی داره، جمهوری اسلامی باید برود و این شروع مبارزات وسیعی در ایران هست. جمهوری اسلامی اینو به خوبی فهمید. بفرمایید، شبتون بخیر. بفرمایید، خواهش میکنم. من در ابتدا تشکر میکنم از برنامه خوبتون، مدیریت بسیار خوب شما در برنامه ها، و من مطمئن بودم که احتمالا راجع به این تظاهرات شما همچه برنامه خواهید گذاشت و خیلی متشکرم. اسلام، بفرمایید. شما و دستم در کانال این تلویزیون، خواهش میکنم. من خیلی همچنین عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم و به نخص هموطنان بختیاری عزیزم که این چند روز به حق با شجاعتشون مشت محکم در دهن این رژیم زدن. من خودم یه زن بختیاری هستم. من مدتها در شبکه‌تون صحبت کردم ولی تا حالا نگفته بودم من بختیاریم، به خاطر اینکه برام مهم نیست که من کجایی باشم. من افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و اینکه یک انسان با کمالات و شرافت‌های انسانی باشم. به نظر من این تظاهرات بیش از همه یک چیزی رو ثابت کرد و اون اتحاد مردم بود، و اینکه این سریال یک بهانه شد برای مردم که نشون بدن به این رژیم اون اعتراضات خودشون رو، و اینکه بتونیم با اتحاد خودمون و کشوندن این اتحاد به شهرهای مختلف و با همبستگی خودمون این رژیم جنایتکار رو از پا در بیاریم. الو، بله صدای شما هست، بفرمایید. بله خواهش میکنم. بله خواهش میکنم. من گزارشاتی رو که خب اخباری که رسیده بود در طی این چند روز از شهرهای مختلف من پیگیری میکردم، از اصفهان خبر داشتیم که تظاهر کننده ها با پوشیدن لباس های محلی در مقابل رادیو تلویزیون رژیم تجمع کردن و شعار میدادن که وای اگر من دست به برنو زنم، و موتور ماموران رژیم رو در این شهر آتش کشیدن. در دسفول چند پمپ بنزین و بانک رو به آتش کشیدن. در روز 26 بهمن ماه پمپ بنزین مستقر در خیابان یعقوب لیث و میدان فتح‌المبین رو به آتش کشیدن. ساعت 21:30 روز 26 بهمن این درگیری‌ها در خیابان طالقانی هم ادامه داشته. مردم به یک کلانتری هم بکردن و شیشه های اون رو شکستن، چرا که رژیم مجبور شد از اهواز به دسفول نیرو اعزام بکنه و نیروهای انتظامی الان در دسفول در آماده باش هستن. حتی تظاهر کننده ها شیشه های خودروهای دولتی رو هم شکستن. خب میگم خبرها خیلی در این شهرها زیاد بوده و اینها نمیذارن واقعیت ها منعکس بشه، همچنان که در دسفول شعار مرگ بر روحانی و مرگ بر خامنه ای رو سر میدادن، همچنین در اهواز دولتی رو به آتش کشیدن، در اندیمش که هزاران نفر شیشه های بانک ها و اداره های دولتی رو شکستن. و من باز هم تاکید میکنم که بیش از همه این تظاهرات و این تجمعات ثابت کرد که هر چقدر هم رژیم ادعا بکنه ولی از وحدت و اتحاد مردم هراس داره، و اگر مردم دست به دست هم بدن که هموطنان بختیاری و هموطنان عزیز من در شهرهای همجوار گوشه ای از این اتحاد رو به رژیم جنایتکار گوشزد کردن، چقدر سریع میشه با اتحاد همه جانبه این رژیم جنایتکار رو از پا در آورد. و من دست هموطنان عزیزم رو به گرمی میفشارم و ازشون میخوام از همینجا که الان به خاطر وضعیت حکومت نظامی که در دسفول ایجاد شده، این حکومت نظامی رو هم با همین تظاهرات و تجمع خودمون دش کردیم و اجازه ندیم که هموطنان عزیزمون در این شهر مورد آزار و اذیت این جنایتکاران واقع بشن. با سپاس از فرصتی. ممنونم خانم، لطف کردید. از جزئیات و خبرهایی هم که گفتید سپاسگزارم. از همه شما بینندگانی که این صدا رو شنیدید میخوام که روی خط بیاید و با جزئیات صحبت کنید. از جمله یکی از اقدامات فوری ما شکستن حکومت نظامی در شهرک مدرس در دسفول. این صدا باید به سرعت به همه جا برسه. همدیگر رو خبر کنید. همین حالا، نه فردا، همین حالا. ساعتش مهم نیست، شب و روزش مهم نیست، مهم اینه که الان صورت بگیره. الان بیایید و دوباره خیابونها را به تسخیر خودتون درارید. سوال ساده اینه، این حکومت توهین کرده؟ در مقابل توهینش یه عده اعتراض کردن، چرا اعتراض کنندگان رو دستگیر میکنی؟
موقعی که مردم دست به تظاهرات زدن، جمهوری اسلامی ماساژ رو کیسه کرده بود، جرأت نداشت دست بزنه، میدونست چی میشه. حالا که تظاهرات در این شهرک ها و در جاهای دیگه خاتمه پیدا کرده، حالا شروع میکنه به دستگیری. پاسخ این نوع دستگیری چیه؟ حتی تاکتیک ما مردم در مقابل هجوم جمهوری اسلامی الان چی باید باشه؟ بریم تو خونه ها درا رو ببندیم؟ نه، کسی هم این کارو نمیکنه، کسی هم این کارو نکرده. مقصود من اینه که نباید تو خونتون بشینید، همین حالا باید بریزید تو خیابون. مهم نیست ساعت چنده، نصف شبه، یه ساعت دیگه صبح میشه، مهم نیست. مهم اینه که جواب مردمی که منتظر اقدام شما برای اینکه سد محاصره نظامی و حکومت نظامی در دسفول شکسته بشه، همین الان باید اقدام کرد، همین حالا. چرا مردم کرمانشاه بلند نشن؟ چرا مردم سنندج بلند نمیشن؟ چرا بلند نشن در مشهد بگن آقا تو حق نداری ببری حکومت نظامی اعلام کنی؟ رفتی یه غلطی کردی، به مردم توهین کردی، دیدی مردم گوشاشون تیزه، میفهمن، درک میکنن تو داری چی میگی. این ماجرا این نیست فقط به ایل بختیاری یا به قوم بختیاری تو توهین کردی. 35 سال خون مردم تو شیشه شده و اعتراض مردم از اونجا بلند میشه. وگرنه یک کسی چیزی گفته، میاد تو تلویزیون میگه ببخشید، بقیه میگن آره خب این اشتباه کرده بود دیگه، نباید اینو میگفت. چرا بریم فرمانداری رو بگیریم؟ چون فرمانداری مقابل ماست، چون فرمانداریه که حمله میکنه به کارگر بیکار، به کارگر پتروشیمی. بفرمایید، شبتون بخیر. بفرمایید. الو، صدای شما روی خطه، اگه میخواید بفرمایید صحبت کنید. سلام. سلام به شما، بفرمایید. سلام. سلام به شما، بفرمایید. بفرمایید نظرتون رو. لطفا نظرتون رو بفرمایید. آقای باهاری. الو، آقای باهاری. صدای شما قطع شد به خاطر اینکه 10 مرتبه الو الو گفتین، 4 مرتبه هم احوال منو پرسیدین، به جاش باید صحبت کنید. الان شما باید رو خط بیای راجع به اینکه به مردم پیام بدین، بریزین تو خیابون‌ها، مردم دسفول، مردم شهرک مدرس منتظر شما. اگر قراره اون حکومت نظامی رو بشکنیم، باید تو شهرهای دیگه دست به تظاهرات زد، باید توی خیابونا اومد، باید جواب حکومت رو داد. حکومتی که نه آب گذاشت، نه هوا گذاشت، نه جنگل گذاشت، نه دستمزد گذاشت، نه زندگی گذاشت. حجمی از اعتیاد، تن فروشی، بیکاری، فقر، زندگی زیر خط فقر، کودکان کار، کودکان خیابان، زنان خیابانی، مردم بی خانمان، این چیزیه که حکومت اسلامی بعد 35 سال رو دست ما گذاشت. بفرمایید، شبتون بخیر. ممنونم، بفرمایید نظر شما چیه؟ من ببین همون چند روز از 22 بهمن سال روز انقلاب که مردم شاه بیرون کردن نگذشته بود، مردم اومدن، مردم بختیاری به بهانه این که صدا و سیما توهین کرده بود، مشت محکمی دادن تو دهن جمهوری اسلامی. بله، همینطور. این فقط اعتراض به چیزی نبود، این نبود که بخوام که برنامه ساخته بودن تلویزیونی مردم از اعتراض کردن. اعتراض به 35 سال فقر و بدبختی مردم ایرانه، از جمله مردم جنوب، از جمله مردم بختیاری. خونه که این اعتراض ساده نبود، اعتراض رو که مردم سازمان دادن برای اینکه نشون بدن چقدر نفرت از جمهوری اسلامی دارن و چقدر خواهان نفرن که جمهوری اسلامی رو به دیر بکشن. همینطور. که مردم هنوز باید برن کسانی که دستگیر کردن از جلوگر فرمانداری به جمع بکنن، برن جلوگر اونجاهایی که عامل به صلاح دستگیری از مردم هستن، سپاه پاسداران، هر جایی که هست برن اجتماع بکنن، تجمع بکنن. میفهمن تجمعهایی که اینچنان خیابونا اشغال کرده بودن و ارزانشون اینجا بودن، این به نظر من مناسبترین و امکان پذیرترین راهیه که این ارزانشون نشون بدن. و در عین حال یه نتیجه بسیار مثبتی که داره نشون میده مردم که اتحادشون چقدر میتونه نیروهای سرکوبگر که به عقب بشونه و مردم و اون چیزی که میخوان امروز عقب روندن جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک شد. مرسی از برنامه خوبتون. ممنونم. زنده باد عزیزم. زنده باد. زنده باد. همین حالا هم باید این کارو کرد.
این مبارزه رو به فردا نباید انداخت. وقتی که شما مردم در مسجد سلیمان، در ایزه، در لردگان، در سامون، در مسجد سلیمان، در دسفول به خیابون‌ها اومدید، چه کار کردید؟ به خیابون اومدید. الانم باید این کار رو بکنید. همین الانم باید برید جلوی بفرمایید. الو. بفرمایید دوست عزیز. صدای شما روی خط هست، بفرمایید. از مدرس مخالفم. بفرمایید دوست عزیز. الو. میگم از مدرس مخالفم. دوست عزیزم، اگر تلفن شما روی خطید، لطفاً تلویزیونتون رو ببندید صحبت کنید. الو. الو. دوست عزیز، میخواید صحبت کنید یا نه؟ از مدرس مزاحم میشم. بله، کار خوبی کردید، بفرمایید. ما 400 از بچه همونو گرفتن، کی میخواد آزادشون کنه؟ 400 نفر از مردم در مدرس دستگیر شدن. ببین دوست عزیزم، یه خبر مهمی میخوای بگی، اینقدر سرصدای تلویزیون هست، جیغ بچه هست، کار خوبی کردی زنگ زدی، زنده باد به تو، ولی بالاخره این خبر مهمیه. شما داری میگی 400 نفر رو دستگیر کردن. خب این خبر مهمیه، باید به دنیا رسوندش. لطف کن دوباره بیا روی خط، لطفا هم تلویزیون تو ببند. بفرمایید، شبتون بخیر. ازشون خسته شدیم از این نه، صدای شما هم قطع شد، مفهومم نبود راستش، من از متوجه نشدم چی گفتید، کیفیت صدا خیلی پایین بود و به هر حال یکی از اشتباهات شما اینه که وقتی دارید با تلفنتون صحبت میکنید صدای تلویزیونتونم میاد و چون شما میخواید صدا رو از تلویزیون بشنوید. نمیدونم چندین هزار بار من اینو گفتم، ولی واقعا تاثیر داره و مهمه. الان مهم شما صدای اعتراضتون، همین دوست عزیزی که الان اومد روی خط پیامش رو رسوند. روبروی فرمانداری ها تجمع کنید، روبروی همون جا که نیروهای سرکوبگر هستن. الان ایشون داره میگه 400 نفر رو توی مدرس گرفتن، من نمیدونم صحت داره یا نداره. بالاخره دستگیری اتفاق افتاده، چندین نفر زنگ زدن و این اطلاع رو دادن. من اطلاع ندارم. شما مردمی که در دسفول هستید، در شهرک مدرس هستید، این تلویزیون رو میبینید، الان باید بیاد روی خط بگید. میگن از ساعت 5 بعد از ظهر اومدن، شیشه ها رو شکوندن، ماشین ها رو شکوندن، جوون ها رو دستگیر کردن. حتما رقم دستگیری بالاست، رقم دستگیری بالاست، باید جواب بگیرن اینا. اگر کارگردان اینا اومده معذرت خواسته، پس چرا مردم رو دستگیر میکنی؟ اون فیلم ساخته، توهین کرده، مجبور، اعتراضات ما مردم باعث شده بیاد معذرت بخواد، حالا منو دستگیر میکنی؟ برای چی؟ معلومه پس داستان سر فیلم نیست دیگه. همینی که همه مردم اومدن روی خط گفت، هر کی اومد به یه شکلی رو گفت، گفت باید گوش خامنه ای رو ببری، برای فیلم که نمیگه. اینا صد جور فیلم ساخت به خاطر اینکه این اعتراض به کل این حکومته، اعتراض به فقره، اعتراض به بیکاریه، اعتراض به تنفروشیه، اعتراض به اعتیاده، اعتراض به حقوقای 5 برابر زیر خط فقره، اعتراض به زندگیه که همین قالیبافه، سردار قالیباف داره میگه که جمعیت تهران رو مثال میزنه. و اجازه بدید من این خبرش رو براتون بخونم، اصلا شرم‌آوره. قالیباف میگه 300 هزار خانوار تهرانی حتی نمیتوانند نیازهای اولیه زندگیشان را تأمین کنند. برخی افراد حتی با گذشت 2 فصل یک وعده گوشت نمیخورند. اینی که این داره میگه 10 بار بریده، کمش کرده، میگه 300 هزار خانوار. 300 ضرب در 4 میشه 1,200,000 نفر. این 1,200,000 نفر بشقاب ملامینن؟ این توهین نیست؟ این تحقیر مردم نیست؟ این تازه این یه بخش کوچکی از دریای فقری رو که خود این سردارها ساختن آورده جلو مردم. الو، سلام. بفرمایید، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران و خاصتاً قوم همیشه سلحشور بختیاری. بفرمایید. من از خوزستان مزاحمتون میشم. خیلی خوش اومدید. میخواستم عرض کنم که قوم با سابقه بختیاری هیچ وقت دشمن شادخون نبوده. بله.
و هرگز هم زیر بار ظلم و تحقیر کسی نرفته. بله. عوامل این فیلم که معذرت هایی کردن ولی از نظر ما قابل قبول نیست. بله. و باید به شیوه دیگه معذرت هایی کنن. باید این کارگردان باید اجازه بده این کارگردان باید اصلا دیگه فیلم نسازه، مجوزش باطل شه. بله. حق نداره دیگه فیلم بسازه. ثانیا با همین فیلم قوم بختیاری قومی نیست که با توهین یه نفر دو نفر بخواد لکه‌دار بشه یا تاریخ اون در واقع در نظر نگرفته باشه، چون تاریخ برحال میدونه، تاریخ نوشته، تاریخ دست یه نفر دو نفر نیست، گواه سابقه قوم بختیاریه. این هم میخواستم عرض کنم که متاسفانه صداتونم قطع شد، داشتید صحبت میکردین همزمان منم سرفه زدم، نمیدونم من سرفه زدم صدای شما قطع شد یا چی شد. ببین دوست عزیزم، چرا مردم رو تو شهرک مدرس دستگیر کردن؟ در اعتراض به چی؟ راجب این صحبت کن. شما میگی اون فیلمساز حق نداره فیلم بسازه، منم در ادامه صحبت شما میگم جمهوری اسلامی حق نداره یه نفر رو دستگیر کنه. این حق نداره رو باید با تظاهرات با اعتراض ثابت کرد. بفرمایید صدای شما روی خط است، بفرمایید صحبت کنید. صداتون قطع شد. ماجرا سر فیلم نیست، از فیلم شروع شد. یادتون میاد هجده تیر؟ هجده تیر سال 87 78 جمهوری اسلامی یه مقاله رفته بود تو روزنامه سلام نوشته بود، یه مطلب. ماجرا از اونجا شروع شد. نه کسی دنبال روزنامه سلام بود، نه کسی دنبال این که کی به کی چی گفته. اون بهانه است برای اعتراض. سال 88 هم همینجور بود. مگه کسی اومده بود رأیشو بگیره؟ اومده بود جمهوری اسلامی رو بزنه. بفرمایید شبتون بخیر. بفرمایید شبتون بخیر. از شبت که بنده از تهران مزاحمت میشن. خیلی خوش اومدید. میخواستم در رابطه با موضوع برنامه تو خدمت عرض کنم که ما مردم حالا صرف نظر از اون قومیت مکالا ترک و لور و بختیاری و ازدالک اتحادمون برقراره، منتها روش هایی که اینا پیاده کرده، روش غیر انسانی که وجود داشته باشه که این اتحاد روی نحوی پنهان بمونه و شکل‌هایی هم روش‌هایی که قبلا استفاده شده و الان شما مثلا فرض بفرمید که راجع به تجمع توی خیابون یا این که میگید برای راه پیمایی کنن، اینا چون روش‌هایی که قبلا تکراری شده، یعنی روش‌های مال گذشته است اینا و اینا یه مکانیزمایی دارن که برای میتونن باهاش مبارزه بکنن، خیلی روش‌های خطرناک و در واقع یه جوریه که مردم میترسن به سمتش برن، یعنی یه جوری باید باشه. من خودم ببینید، من الان یه چیزی بوده، من بعضی حالا کلی تحبیق و چند سال تحصیلات که داشتم، بعد از کلی امیدنم 15 سال سابقه کار که داشتم، الان به یه نحوی بایکوت شدم و نتیجه این اتحاده رو نمیدونم به الوزاره که الان دارم پرداخت میکنم، ولی کسی نیست که جواب من بده. من یا باید از مملکت خارج بشم یا این که باید همین الان با تحصیل از با شما صحبت بکنم. خب نظرت چی عزیزم؟ یعنی شما چه راه حلی پیشنهاد میکنی؟ 400 نفر رو تو شهرک مدرس دستگیر کردن، چه روشی غیر از اعتراض میگید؟ الان اجازه بفرمایید، من الان این همین دارین این دوستان که تماس میگیرن، وقتی ببینید که شما اینقدر هنوز اون تعصب و نسبت به بختیاری بودنشون دارن که میگن آقا ما نمیدونم الان میرم آقای کمال تبریزی میگیرم گوششو میبرم یا فلان میکنم یا این مسائل، این خودش یکی از مشکلات ماست. هرچند که خیلی انرژی توشه و ما میتونیم یه جوری سازمان بهش بدیم، فعالیتش بکنیم و از همین انرژی مردم استفاده بکنیم، ولی فکر میکنم شاید شما از طریق حالا مخصوصا تلویزیونی که الان دارید و خدا شکر حالا فعلا اونقدر پارازیت نشده که نشه نگاه کرد، یا سایتی که وجود داره، یه جوری باید برنامه‌ای که در واقع یه نخی نه خیلی تخصصی باشه که مثلا آقای
تقوی اینا صحبت میکنن، نه خیلی به صلاح برنامه عامیانتون، این برنامه تماسی تلویزیونیتون اینا خیلی خوبه، خیلی هم تاثیر داره روی مردم، ولی فکر میکنم یه سری برنامه که روی نحوی حالا یه کسی مثل خودتون باشن که سبولی بیشتری داشته باشن و بتونن یه جوری با مثلا برنامه چیزی فکری صحبت بکنن راجب ایدئولوژی و راجب مثلا فلسفه. ببین دوست عزیزم، صداتون هم قطع شد. ببین ما الان راجع به فلسفه قرار نیست صحبت کنیم. 400 نفر رو توی شهرک مدرس دستگیر کردن، من راجع به فلسفه صحبت کنم؟ میگم آقا برو اینا رو درار دیگه، برو اعتراض کن. شما میگید غیر از تظاهرات که مردم میترسن، که این مردم میترسیدن تظاهرات نمیکردن، چرا ترس به مردم نسبت میدی؟ کدوم کی ترسیده؟ مردمی که رفتن فرمانداری علی گودرز رو به زیر کشیدن، به اون مردم شما میگی میترسین؟ اتفاقا باید شما بیای رو خط بگی مردمی که مبارزات مردم علی گودرز رو دیدین، دیدین نتیجه میده؟ مردم نهاوند، بروجرد، خرم‌آباد، شما بفرمایید تو خیابون، الان نوبت شماست، بیاین از مردم دسفول دفاع کنین. بفرمایید، شبتون بخیر. الو. بفرمایید دوست عزیز. آقای بهاری؟ بله بفرمایید. خسته نباشید، من یه ساعت پیش هم آمدم رو خط. بله بله. خواستم یه مسئله عنوان بکنم. الو. بله بله، صداتون هست، خاطرم هست که شما اول برنامه رو خط اومدید. بفرمید. خواستم یه مسئله عنوان بکنم که خیلی مسئله مهم بود که فقط اینا ماهیت نظام جمهوری اسلامی بدارن. تو زمان جنگ و بمباران ها، بدترین بمباران ها، موشکباران تو همین شهر دسول بود. همینطور. که حتی ما صحبت میکردن، مردم میگفتن موشک 12 متری تو کوچه 9 متری خورده. اون موقع تونتون تبلیغ میکردن شهر مقاوم، شهر فلان به دسول. حالا نگاه بکنید برای یه خواسته کوچیک خودشان، واقعا جای بسیار تاسفه و بسیار تعلمه، برای یه خواسته کوچیک که اونم یه اعتراض کردن که بیان این مردم رو واقعا بگیرن اینجوری منکوب بکنن، سرکوب بکنن. یه عادت بدی که این نظام داره همیشه اینجوریه، اول که مردم یه اعتراض چیزی میکنن زیاد برخورد تون نمیکنن، بعد پشت سرش که مردم برمیگردن سر زندگی خودشان، خیلی متمدان واقعا متمدانه و خیلی خوب میان یه مسئله عنوان میکنن، بعد اینا مینیشن به شدت سرکوب میکنن، دستگیر میکنن، نمیدونم بزن و بخون. و این مردم ایران باید واقعا این عادت خیلی بده به این نظام واقعا ترک بکنن، واقعا باید از این نظام ترکش کنن. بر مردم واجبه تمام ملت ایران فردا تمام شهرهای ایران بریزن و واقعا مثل یک انقلاب اعتراض خیلی عظیمی بکنن که واقعا دیگه نظام مگه چقدر نفر سرکوبگر داره که در تمام شهر ایران، تمام سراسری مملکت بخوان ایران بره، که درس بزرگی بهشان بدن. و باید این نظام بدانه ملت مثل یک فنر میمانه، هی جمع میشه، هی جمع میشه ملت ایران، جا وقتی در رفت هیچ قدرت جلوگیرش نیست، از سیر بنیانکنم بدتره. ای مسئولین نظام، چرا به این مردم ظلم میکنین؟ چرا ستم میکنین؟ یه کاری نکنید که واقعا این ملت بخواد یک پارچه بشه که شده. واقعا من دیگه صحبتی ندارم، خیلی ممنونم. ممنونم عزیزم، لطفت زیاد. واقعیتش همینه، شما کاملا درست گفتین، این فنر مدت هاست در حال باز شدن و در حال انفجار. این فنر مردم ایرانه، مردمی که 35 سال لطمه دیدن، 150 هزار فقر اعدام رو دستشونه و امروز با این لحن باشون صحبت میشه. بفرمایید، شبتون بخیر. بفرمایید دوست عزیز. بفرمایید، صدای شما روی خط هست، از وقتتون استفاده کنید. دوست عزیز میخواین صحبت کنین یا نه؟ خودتونم قطع کردین، نخواستین ظاهرن صحبت کنین. مردم، جمهوری اسلامی بعد از توهین به مردم، بعد از توهین به ما مردم، بعد از تظاهرات هایی که نتونست جیک بزنه و ماستشو کیسه کرده بود، امروز حمله کرده به تظاهر کنندگان، به خونه هاشون، به دستگیری، فیلم برداری کرده یا هر غلطی کرده، امروز شروع کرده به دستگیری. جوابش رو همین حالا باید داد و تا این برنامه ادامه داره رو خط بیایید و با همین روحیه صحبت کنید. جواب جمهوری اسلامی رو باید بدیم.
وگرنه به دستگیری بیشتر دست میزنه، به سرکوب بیشتر دست میزنه. بفرمایید، شبتون بخیر. خسته نباشید آقای باری، میخواستم در مورد مرور صحبت کنم. بفرمایید، استدعا میکنم. تشکر کنم از اون آقایی که گفت جامعه مثل یه فنر میمونه و واقعا هم همینطوره و متاسفانه البته یه مشکلی هم جامعه ما داره که یک دست نیست. مثلا من یادم میاد آبادان به خاطر که یه دفعه آب رودخونه شور شده بود، آن در عرض یک روز یعنی تحملشون دیگه به قول کاسه صبرشون دیگه به لبشون رسیده بود، یه چیزی که اصلا ربطی هم به جمهوری اسلامی نداشت، نفوذ آب دریا تو رودخونه باز بود آشور بشه، ولی در عرض یک روز تمام مناطقی که تو آبادان بودن و تمام دهاتای دوره برش آنچنان ریختند و بانک ها رو نابود کردن، نمیدونم حمله کردن به مغازه ها، اسباب های نمیدونم این تاجرای بزرگی در آوردن داخل خیابون، خودم اونجا شاهد بودم دیدم کولر حراج کرد، حراج هر کی میتونست میبرد، هر کی هم نمیتونست حراج میکرد، میگه آقا بیان دونه 1000 تومان ببرید، و در عرض یک روز آنچنان هماهنگ حمله کردن که بقول یارو بانک و مانگ همه رو نابود کردن و اینا از ترسشون حتی جرئت نکردن حتی بعد از اینکه این کار انجام شد بیان به یه نفر رو بگیرن، و بس که حرکت گسترده بود و نکتتون رو بگید الان نظرتون چیه الان؟ یا نمیدونم توی شیراز مردم شیراز، تمام مردم شیراز پاشدن تظاهرات و بانگار رو داغون کردن اینا به خاطر اینکه یه قاضی یه حکم نادرستی داده بود به یه نمیدونم عطاری و جای دیگه هم همینطور. یعنی میخوام بگم الان مردم خوزستان، مردم بختیاری هم به این خاطر که به اصطلاح کاسه صبرشون لبریز شده، حالا هر کی ممکنه لبریز شده باشه، این کار انجام دادن. و اینو میخوام بگم اضافه کنم که هر کسی میخواد باشه، چه بختیاری باشه و چه غیر بختیاری، اگر دست بذار رو بختیاری بودن یعنی دقیقا منظورش حمایت از جمهوری اسلامیه. چرا؟ دلیل داره که دارم میگم چرا، چون بختیاری که این کار این اتفاق سرش ورده جزء مردم ایرانه و از هر کدوم از بختیاری اصیلم که بپرسی، اصیلم بپرسی میگه من بختیاری ایران هستم. و اون جنبشی که در سراسر به ایران رو افتاده و خود شما هم گفتید و همه میگن من بختیاری هستم، همین رو تاکید میکنه، فقط توده ای ها طرفدار اکثریت و طرفدار جمهوری اسلامی و طرفدار سرمایه‌داری ها هستن که میگن آقا این کار بختیاری هاست، توهین به مردم ایران نشده، مردم ایران برن کنار، اینجا توهین فقط به بختیاری ها نشده، فقط به مال بختیار بوده، اونجا میگن فقط مال کردستان بوده، اونجا میگن فقط مال ترک بوده، اینجا میگن فقط مال فارس بوده. من نمیدونم مگر مملکت من، مگر مردم ایران به جز ترک و فارس و عرب و لور و بلوچ اینا کسی دیگه هم هست؟ نکنه منظورشون اینه که یارو آمریکایی جز مردم ایرانه؟ خب ببین، زنده باد عزیزم، زنده باد به تو. این ماجرا مربوط به نمایش فیلم است. ما به جرقه احتیاج داشتیم، جمهوری اسلامی با حماقت با هرچ این جرقه رو زده، ما جرقه زدیم، آتیش بزرگی روشن شده، نمیذاریم خاموشش کنن. این روحیه رو باید آورد روی این خط الان صحبت کرد، باید دستگیر شدگان باید آزاد بشن. بفرمایید، شبتون بخیر. الو، عرض درود دارم خدمت شما و خیلی خوشحالم که توی برنامه شما صحبت میکنم. بفرمایید. من میخواستم در خصوص این تجمعات یه صحبتی داشته باشم، همونطور که خودتونم فکر میکنم کاملا آشنا باشید به این قضیه. این داستانی که پیش اومد برای این بود که جنگ بین آقای روحانی و آقای زرقامی توی اون جلسه ای که آقای روحانی میخواست بره توی صدا و سیما و چند ساعت به تأخیر انداختنش، از اونجا این جنگ بین روحانی و زرقامی شکل گرفت و من فکر میکنم که کاملا مشهوده که خود تیم ها، خود آقای روحانی و به قول این تیم های خود دولتی بودن که روز 26 این تجمعات شکل دادن. و اگر مشاهده بکنیم توی برای امروز هم فراخوان داده بودن ولی هیچ جا کسی شرکت نکرد، که این خودش نشون میده که تیمسازی های خود دولت بوده و
واقعا این چیزی نبوده که بخوایم خیلی دلخوش بهش باشیم و خلاصه کنید اگر ممکنه اواخر برنامه داشته باشیم. ممنونم. ببین عزیزم، جمهوری اسلامی خودش تظاهرات کرده، خودش تظاهرات ایجاد کرده. من اصلا میگم بله، شما درست میگید. مردم رفتن فرمانداری رو گرفتن، خواست جمهوری اسلامیه. مردم، خود جمهوری اسلامی تظاهرات ایجاد کرده، مردم شهرک مدرس که الان میگن 400 نفر ده، حالا تعدادش من نمیدونم، تعدادی رو دستگیر کردن، حکومت نظامی اعلام کردن. شما جواب اینو چی میدی؟ همین امروز آقای روحانی رفت وزارت نفت، جلوی وزارت نفت یه کارگر بازنشسته وزارت نفت خودش آتیش زد. جواب مردم ایرانو بدید. اینها، این نمونهش، این عکسشه، این خودش آتیش زد. کی میتونه این صحنه رو ببینه سکوت کنه؟ میتونی؟ اونجا میتونی بگی من بختیاریم، من لورم، من کردم، من بلوچم، من فارسم؟ میتونی بگی؟ نمیتونی بگی این حرفو، نمیتونی بگی. اینه، این فضاییه که مردم بهش دوچار شدن. این بو عزیزی ایرانه، این آتیشیه که روشن شده و ما نباید بذاریم خاموشه بشه. جمهوری اسلامی میخواد خاموشش کنه، میگه صدا و سیما اشتباه کرد، زرقامی غلط کرد، این نمیدونم فلان کارگردان اشتباه کرد، اصلا میاد جلو شما تعظیم میکنه میگه منو ببخشین اشتباه کردم، دیگه غلط کردم، رو دستم رو داغ کردم، اسم هیچ ملیتی نمیارم. ما دعوامون سر اینا نیست، دعوا بر سر جمهوری اسلامیه. یه جرقه زده شده، آتیش روشن شده، ما نمیذاریم خاموشش کنی. به ساعت به دقایق پایانی این برنامه رو میرسیم. ممنون از همه شما که رو خط اومدین صحبت کردین، ولی این صحبت ادامه داره، این برنامه ادامه داره، این اعتراض ادامه داره. باید دستگیر شدگان تظاهرات های به حق چند روزه اخیر بلا فاصله بدون درنگ بی هیچ قید و شرطی زن و مرد آزاد بشن. جمهوری اسلامی حق نداره دست دراز کنه به سمت کسی. توهین کرده، جواب توهینش رو دادن، غلط کرده که دست رو دست مردم دراز میکنه. هر کجا هستید این تظاهرات ها رو سازمان بدید. جمهوری اسلامی ناتوان تر از اونه که فکر میکنید، جمهوری اسلامی ترسو تر از اونه که فکر میکنید. همه خدم و حشمش، همه بزن و به کوب و دستگاه تروریستیش با چند تا تظاهرات فلنگو میبندن. سال 88 اینو نمایش دادن، سال 88 بار طلا جمع کردن، داشتن میرفتن تو پرتگاه بودن، با روحانی، بی روحانی، با خامنه ای، بی خامنه ای، جمهوری اسلامی باید برود. این پیام مردم لالی، علی گودرز، مسجد سلیمان، اهواز و ده ها شهر دیگه است. شما در آخرین ثانیه این برنامه، مردم شهرک مدرس به انتظار اعتراضات شما هستند تا آزاد بشن. ممنون از ابراز احساسات شما، ممنون از اخباری که شما روی خط اومدید گفتید، ممنون از حمایتی که از مبارزات مردم در ایران کردید. و یادتون باشه ما انسانیم، نه لوریم، نه کردیم، نه بختیاری هستیم، نه قشقایی هستیم، نه بلوچیم، ما انسانیم. به هر کس دست دراز کنه جمهوری اسلامی، ما از همون جنسی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، به امید دیدارهای بعدی شاد و سرفراز باشید.